سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سر حال و سلامت باشید. اتاقی تشکیل شد با حضور مجتبی واحدی و همینطور آقای سرکوهی و تقی رحمانی و جمع دیگری از کارشناسان درباره دلایل شکل‌گیری انقلاب 57، به اصطلاح انقلاب 57، یا بهتر بگم شورش و مصیبتی که در سال 57 به دست امثال همین فرج سرکوهی و تقی رحمانی گریبانگیر ملت ایران و کشور عزیزمون ایران شد. توی این گفتگو خب آقای واحدی نظرات خاص خودشون رو دارن و مخالف نظرات به حال عناصر چپولی مثل آقای سرکوهی و به خصوص تقی رحمانی هستن. توی این گفتگو مثل همیشه یه طرف قضیه رو امثال رحمانی و سرکوهی ها میبینن و طرف دیگر و اصلی ماجرا و مبنی بر چگونگی شکل‌گیری این انقلاب منظورم هست و دلایل اصلی اون رو نمیبینن و ما حالا سعی میکنیم در فواصل این گفتگو بعضی از حقایق رو اونطوری که هست و وجود داره خدمتون تقدیم بکنیم. بعضی از دوستان خب گلایه میکنن که چرا اساسا نظرات سرکوهی و تقی رحمانی رو بعضی اوقات میاریم. دوستان نمیشه که بخوام یک طرفه همیشه ما به قاضی بریم یا فقط و فقط صدای افرادی رو بشنویم که هم نظر ما هستن. اینها چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم وجود دارن در سپهر سیاسی کشور و یه عده به هر حال دنبالشون میکنن و قبول دارن حرفاشون رو و بدون شنیدن حرفا و استدلالهای اونها قاعدتا نمیتونیم استدلالهای خودمون رو که ما مطمئنیم درسته و به پشتوانه عقل و منطق و تاریخ هست به دیگرانی که این حرفها رو میشنون به هر حال عرضه بکنیم و تقدیم بکنیم. به همین دلیل ازتون خواهش میکنم که خیلی جبهه نگیرید، چون حداقل توی کلاب هاوس فارسی اگر گاهی اوقات این افراد در محتواها هستن و صحبتهاشون رو مطرح میکنن به این معنا نیست که داریم تبلیغشون رو میکنیم. به هر حال بریم اتاق رو شروع بکنیم، هر جایی که لازم باشه مثل همیشه در خدمتتون خواهم بود. عرض میکردم که یک بحثی که الان مطرح شد، من دوستانم گفتن و البته فقط اینجا گفته نمیشه، خیلی جا گفته میشه که روحانیت شبکه 50,000 مسجد رو در اختیار داشت و اینها انقلاب رو هدایت کردن و بدون، حالا که از دوستان اشاره کردن این نکته جدید بود که بدون حضور سایر نیروها هم انقلاب به پیروزی میرسه. من با این نکته به شدت مخالفم، حالا توضیح هم میدم چرا. اولش یه داستان بگم و بعد نکته رو بگم. شما آقای جلالی تهرانی رو حتما میشناسید، یه آقایی که در آمریکاست، پدر ایشون از روحانیون سرشناس بود که یه رفاقت هم با آقای خمینی داشت ولی به لحاظ سیاسی اختلاف داشت. اینو خودش تعریف میکرد، میگفتش که من از پدر شنیدم، میگفتش یه روز داشتم تو خیابون راه میرفتم، سوال مثلا مال 27-28 سال 30 سال پیشه، داشتم تو خیابون راه میرفتم، من عذر میخوام برای اینکه باید خلاصه امانتدار رو حفظ کنم، عین عباراتی که ایشون گفته به کار میبرم، گفت یه جوان رسید گفت آخوند ریدم به عمامت. گفتمش، گفتم جوان بیان جلو ببینم. اومد گفتش که ببینم پسر جان، سال 57 که تظاهرات بود تو تظاهرات میرفتی؟ قلم پام خورد میشد، کاش که نمیرفتم. شب اول محرم که آقای خمینی گفت برید بالا پشتمون الله اکبر بگید، رفتی؟ گفت آره، کاش که اون پلکون از پله مثلا خراب میشد من بالا نمیرفتم. خلاصه گفت رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کردی؟ گفت آره شرکت کردم. گفت من برگشتمش گفتم پس من ریدم به کلاه تو، برای اینکه ما آخونده اکثر مثلا اهل انقلاب نبودیم، شما جوانا ما رو بدبخت کردید. ببینید، آره، چون مساجد اشاره شد، عموی من امام جماعت مسجد جامع نارمک بود که حتما دوستان میدونن یکی از مهمترین مساجد تهران بود، بسیار هم یک معمم مورد احترام در منطقه و در حالا حتی در بخش سطح تهران بود. خب ایشون در زمان انقلاب به خاطر یک سکته که یک دو سال قبلش کرده بود همیشه نماز نمیومد مسجد، فقط جمعه ها از قم میومد تهران نماز رو میخوند، ولی یک امام موقت داشت میرم آقای نوری، خیلی صدای قشنگی داشت، نماز خیلی جذابی میخوند و همیشه هم مسجد پر بود. آقای نوری تا 3-4 روز مونده به انقلاب با انقلاب مخالفت میکرد. واسه تو محل ما چند تا مسجد بود، اینطور نبود که مساجد همشون در خدمت انقلاب باشن، این اصلا این فرضیه غلطیه.
و بسیاری از معممین یا مخالف بودن یا همراهی نداشتن. بله این دیگه روزهای آخر که همه پیوستند از چپ و راست و میانه و بعضی از معممین هم همراه شدن، اما اینکه شما فکر کنید که یک شبکه منسجم هم فکر هم دل معممین یا به اصطلاح خودشون اصطلاح قرار انقلاب همراهی بود همراهی میکردن، این کار این غلطه. نکته دومی که دوستان حالا یکی از این نکته اضافه هم اشاره کرد که اگر نیروهای ملی و مذهبی و چپ هم نبودن انقلاب پیروز میشد، من با این حرف به شدت مخالفم. دوستان ببینید، من به عنوان کسی که در تظاهرات سال 57 شرکت کردم، تاسوعا در تهران بودم، عاشورا در قم بودم، اربعین در تهران بودم و 3-4 تا راهپیمایی تا قبل از اومدن آقای خمینی من شرکت کردم، منسجم ترین حضور در تظاهرات یا مال مجاهدین خلق بود یا مال گروهای چپ بود. یعنی اصلا نیروهای مذهبی پلاکارد نمیفهمیدن چیه، پلاکارد ها مال گروهای چپ بود، مال مجاهدین خلق بود، حتی عکسای خمینی که دستشون بود کنارش آرم مجاهدین نبودن. اما سازماندهی و تظاهرات بیش از اینکه مربوط به گروهای مذهبی باشه اتفاقا مربوط به گروهای چپ بود. نیروهای ملی مذهبی هم کمک کردن. من با ضمن احترام به آقای دکتر نوربخش و مرحوم دکتر یزدی و مهندس بازرگان اینها، حالا دوستان از کنارش آقای نامور حقیقی با ملایمت گذاشتن، ولی من با اجازه خود آقای نامور حقیقی صریح‌تر میگم جمله رو. ببینید اون نه اینکه اشتباه کردن، نه خیر، درست فکر میکردن. تصورش این بود که خمینی که عرضه اداره مملکت نداره، چشم بر سوابق و دیدگاه های خمینی بستند، گفتن ما همراهی میکنیم، خمینی شاه رو سرنگون میکنه، حکومت ناچار به ما بده. هم چپ ها این فکر رو میکردن، هم مجاهدین خلق این فکر رو میکردن، هم ملی مذهبی ها. شاید من نوعی نه، من چون رساله خمینی رو تو خونمون داشتیم، عکس خمینی از روزی که یادم تو خونه ما بود، من هم جزء گناهکاران هستم. حالا در حد من 14 سال نیمه بود انقلاب شده، ولی بالاخره ماها میدونستیم خمینی نگاه، اصلا ما میدونستیم انقلاب خمینی به خاطر مخالفت با حق رأی زنان شروع شده، به خاطر مخالفت با حضور افراد غیر مسلمان در انتخابات شورای شهر، که حالا موقع میگفتن که انجمن های ایالتی و ولایتی. اما مردم عادی شاید نمیدونستن، اما حتما مرحوم مهندس بازرگان میدونست شروع انقلاب خمینی بابت چی بوده، حتما چپ ها میدونستن، حتما بسیار از بازاری ها میدونستن. حالا بعضی از بازاری ها با همین نگاه خمینی همراه بودن، بعضیشون همراه نبودن، ولی اونها هم تصور میکردن که خمینی نه توان مالی مستقل به اون معنا داره، نه توان اداری کشور داره، ولی از کاریزمایی که خمینی، باز هم همین ها کاریزما رو برای خمینی درست کردن. دوستان عزیز، من عرض می‌کنم خدمتتون، من از زمانی که یادم میاد عکس بزرگ خمینی تو خونم بود، ولی خدا رو شاهد میگیرم روزی که روزنامه اطلاعات تیت زد مذاکره برای بازگشت حضرت آیت الله عظما خمینی، که اتفاقا عکسی که روی صفحه اول روزنامه اطلاعات بود همون عکسی بود که ما تو خونمون دیده بودیم، خدا شاهد من کنار دکه روزنامه فروشی ایستاده بودم، شاید بدون اغراق 70-80 درصد مردم تهران در شهریور 57 رد می‌شدن، گفتن این کیه؟ یعنی اینطور نبود که خمینی یک معروفیتی در سراسر ایران داشته باشه، یک نفوذی داشته باشه، نگرفت. یعنی ببینید در مرحوم دکتر نجات اللهی که کشته شد، اون موقع چند تا آخوند کشته شد که نجات اللهی کشته شد، یا چند تا اصلا تحصن دانشگاه تهران اول اساتید دانشگاه شروع کردن بعد آخوندها پیوستن. پدر خود منم اونجا بود، من یه روز رفتم چون پدر من همراه سایر معممین تو تحصن دانشگاه تهران بود، اما تحصن توسط اساتید شروع شد و بعد آخوندها پیوستن به اونجا. ببینید دوستان عزیز، ما در تحلیلمون عرض میکنم هم داخل این تصور غلط و هم در خارج آمریکایی‌ها تصور می‌کردن که از وحشت تسلط کمونیست و تجربه‌ای که عیزا حقیقی عزیزی اشاره کرد، بحث اومدن گروه در واقع اول رفتن پادشاهی و اومدن جمهوری و بعدم تسلط چپ‌ها در افغانستان، این تصور و این وحشت وجود داشت. تحلیل‌هایی که بعضی از افراد می‌کنن، نه اینکه خدای نکرده شریعتی وابسته به ساواک بود، اما حکومت شاه فکر می‌کرد که گرایش جوان‌ها به شریعتی بهتر از گرایششون به چپه، به همین جهت میدون میدادن. حالا درسته بعضن حالا حسین ارشاد بسته میشد باز میشد، اما به هر حال به نوعی میگم اصلا این به معنای همکاری شریعتی نیست، اما استفاده شاه از شریعت رو نمیشه تکذیب کرد، یا استفاده مجموعه حکومت. عرض من اینه که اتفاقاتی که افتاد این نبود که مثلا آمریکا تصور میکردن که حالا به هر حال الان شاید به همون دلایلی که دوستان ذکر کردن، بیماری بعضیا، اینکه شاه نمیخواست مثل خمینی و خامنه‌ای آدمکش بشه در تاریخ اسمش بعد رفت، به هر دلیلی چون دیگه توان ادامه اون حکومت نبود، از اون ور یک نوع گرایشی به نگاه‌های چپ در سراسر دنیا داشت توسعه پیدا می‌کرد. در همسایگی ایران اتفاق افتاده بود، در اطراف ایران بسیار از کشورها اقمار شوروی بودند،
برای اینکه ایران هم به دام شوروی نیفته تحمل کردن که نیروی مذهبی بیاد. تصورشون هم این بود، همین دوستان چیزی که دوستان اشاره کردن، وساطت هایی که مرحوم دکتر یزدی و دیگران کردن که آمریکا جز اولین کشورهایی بود که وقتی جمهوری اسلامی در واقع رفراندوم برگزار شد به رسمیت شناخت، اعتمادشون به همین نیروها بود. وگرنه حتی اگر اون در واقع سبقه خودگری خمینی رو نمیدونستن، از اونم تصور نمیکردن که اینها اصلا مبناشون بر دروغه. ببین دوستان عزیز، برای اینکه یک مثال من به شما بزنم، اگه بدونید که خمینی همون روز هم دروغ میگفت، حالا صحبت آقای دکتر رو بخش اینا بر مبنای اینه که حالا خمینی نگفته دیگران گفتن، مثلا فرض اینه که احتمالاً خمینی صادقانه برخورد میکرد، نخیر، خمینی دو دوزه بازی میکرد. یعنی درست این نامه‌ای که در مورد نهضت آزادی منسوب به خمینی است، در واقع پاسخ خمینی، پاسخ منسوب به خمینی به نامه محتشمی بعد از مرگ خمینی منتشر شد، ولی این نامه وجود داشت آقای دکتر رو بخش. من به عنوان کسی که در دفتر آقای کرد بودم، این نامه بود و اصلا آقای محتشمی به استناد همونها با راحتی رد صلاحیت‌ها رو در انتخابات مجلس سوم که در زمان خمینی، آخرین انتخابات مجلس در زمان خمینی بود، انجام داد. اما انتشارش نمیدادن، برای اینکه بدونید این بحث خودگری واقعا وجود داشت. این داستان رو باز من مستقیما از سید صادق لواسانی شنیدم. سید صادق لواسانی میگفتش که رفتم پیش آقا، حالا میگفت آقایشون، و گفتم که آقا این اعدام‌هایی که خلخالی داره میکنه به چه مناسبته؟ بعد میگفت من گفتم مثلا این علامه وحیدی رو چرا کشته؟ علامه وحیدی یک آخوند باسوادی بود که جز سناتورهای انتصابی شاه بود در سنا و اعدامش کرد. یه نسبت دوری هم با ما داشت، بسیار آدم آرام بود، اصلا نه تو عالم سیاست بود نه هیچی. میگفتش که خمینی گفت من نمیدانم. گفتش، گفتم که آقا من رفتم پیش خلخالی و خلخالی گفته که با نظر امام بود. گفتش که میگم نمیدونم. گفت بار سوم که من گفتم آقا به من فریاد کشید که من میگم نمیدونم، تو به حرف خلخالی استناد میکنی؟ گفت هیچ، ما قانع شدیم که خمینی نمیدونه. بعدش خمینی اومد گفت اعدام هایی که خلخالی کرده درست بودن، مطلق تایید کرد. یعنی ببینید رفتار خود اگرانش نه فقط با مردم، با حتی با دوستان نزدیکش بوده در بسیار از مسائل، برخوردهایی که حالا دوستان اشاره کردن. شما ببینید وقتی رفت قم، برخورد احترام آموزش با مرحوم آیت الله شریعت مداری، مرحوم آیت الله نجفی، مرحوم آیت الله گلپایگانی چه بود؟ به محض اینکه یه خورده مسائل پیش رفت و تثبیت شد، حتی با آقای گلپایگانی برخوردش چه بود سر قضیه بحث مصادره ها اینها، یا بحث اختیارات رأی دو سوم نمایندگان مجلس که به عنوان حکم حکومتی منتها با یک تعبیر دیگه شروع کرد. میخوام شما بگم این وجود داشت، شناخت داخلی و شناخت خارجی هم از خمینی کافی نبود، به همین جهت این اتفاقات افتاد. اینکه ما فرض کنیم، و تازه من همچنان معتقدم که اگر اون بحث کوتاه آمدن ارتش، بحث همراهی سیستم بوروکراتیک شاه با انقلاب نبود، به پیروزی نمی‌رسید. اگر شاه اراده حالا میگید بحث خود اراده شاه است، بحث فقط که نمی‌خواست حالا یا نمیتونست سرکوب بکنه، اما قدرت‌های خارجی هم نمی‌خواستن، به همون دلایلی که عرض کردم. به همجد من شخصا معتقدم اگه بخوایم تفسیر کنیم همه مسائل با هم ببینیم، ضمن اینکه احترام به افراد می‌ذاریم، تعصبات رو بذاریم کنار، من معتقدم همه ماها، حالا هر کدوم به سهم خودمون، نیروهای ملی مذهبی، نیروهای چپ، نیروهای مجاهدین، با این تلقی، حالا ممکنه این نیتش، من مهم برام نیست نیت و انگیزه چیه، با این تلقی که خمینی میتونه شاه رو سرنگون کنه بعد از اینکه همه باهاش همکاری کردن، یعنی قدرت در واقع تجمیع خمینی بیشتر از سایر افراد بود، اینو من قبول دارم، اما به تنهایی نمیتونست، به هیچ وجه این رای مذهبی به تنهایی نمیتونستن، اگر سازماندهی مجاهدین خلق، چپ ها، ملی مذهبی ها نبود، حتی اون تظاهرات به اون شکل نمیگرفت. عرض میکنم من به اون کسی که هزاران عکس از تظاهرات سال 57 دارم، پلاکارد هایی که دست مردم بود عموما یا چریک های فدای خلق بودن یا مجاهدین خلق بودن، اصلا به ندرت پلاکارد تنظیم شده و درست شده توسط مذهبی ها بود. تظاهرات بله ممکن دعوت توسط مرحوم بهشتی یا دیگران بود، اما ساماندهیش با گروه های چپ بود. تلقی عمومی، من عرضم تموم شد، تلقی عمومی گروه های چپ، مجاهدین، ملی مذهبی هم بود که به دست خمینی شاه رو سرنگون میکنیم، خمینی مجبور حکومت به ما بده. اما خمینی و پشت پرده‌ای که حکومت در واقع بازی رو طراحی کرده بودن، خودشون بازی رو بلد بودن، چشمشون رو بر این در واقع چه عبارت بودم، ساده لوحی یا خود فریبی سایر گروه ها بستن، که خود فریبی که متأسفانه در بعضی عرصه ها با مردم فریبی هم همراه بود. خمینی گذاشت از این مرحله عبور کنه و دیدید که اگر آقای حقیقی اشاره کردن سال 5 در دی ماه و بهمن 57 تو پاریس میگفتش که جمهوری ما همین جمهوریه، اصلا ما حکومت آخوندی نمیخوایم، در تیر ماه 58 دوستان عزیز، نه 3 سال بعد، نه 4 ماه بعد، 5 ماه بعدش، زمانی که بحث انتخابات مجلس خبرگان و قانون اساسی است، سخنرانیش وجود داره، در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگه به درک که میگویند حکومت آخوندی است، از این حرفا نترسید، همه اعضای خبرگان باید آخوند باشن. این عین حرفاشه. امروز در تهران جمعیتی که عده‌شان به نزدیک 1 میلیون نفر تخمین زده میشد،
دست به راه پیمایی بسیار بزرگ ولی مسالمت آمیزی زدند تا مخالفت خود را با شاه و دولتش ابراز دارند. صفوف راه پیمایان به اجتماعی در میدان شهیاد در کناره شهر ختم می شد و در آن میدان راه پیمایان به سخنرانی های شخصیت های مخالف رژیم گوش فرا دادند. میدان شهیاد نمی توانست تمامی جمعیت را در خود جای دهد و هزاران نفر حتی پیش از آن که به آن میدان برسند متفرق شدند. صف راه پیمایانی که به سوی میدان در حرکت بودند تا حدود 6.5 کیلومتر امتداد می یافت. مردم شعارنامه ها و همچنین تمثال هایی از رهبر روحانی خود آیت الله خمینی که در حال حاضر در پاریس به سر می برد حمل می کردند. آنان در شعارهای خود خواستار برقراری حکومت اسلامی و قطع روابط با جهان غرب می شدند. یک خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید راه پیمایی امروز با انضباط بسیار زیاد برگزار شد. هلیکوپترهای نظامی بر فراز جمعیت جولان می دادند ولی هیچ سرباز یا پاسبانی مشهود نبود. و اما در نقاطی به دور از مسیر راه پیمایی تانک ها و زره پوش هایی مستقر گردانیده شده بود و این خودروها راه وصول به محلات اعیان نشین حومه شمالی تهران را که کاخ شاه را نیز در بر می گیرد سد می کردند. از مراکز چند شهرستان من جمله مشهد و قم و زنجان نیز گزارش رسیده است که تظاهرات مشابهی برگزار گشته است. جماعات انبوهی از مردم بار دیگر در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران برای شرکت در مراسم مذهبی و همچنین تظاهرات علیه شاه گرد آمدند. چنین تخمین زده می‌شود که تعداد جماعاتی که به میدان شهیاد روی آوردند حتی از 1 میلیون نفری که دیروز در آنجا بودند بیشتر بوده است که این تظاهرات شدیدتر، خشم‌آلودتر و سرکشانه‌تر از دیروز بود. و دمگیری ها و شعار ها تنها مذهبی نبود بلکه حملات صریح بر شخص شاه و ولیعهد بود و بسیاری از آنها خواستار مرگ آنها بودند. هلیکوپترهای نظامی در بالای سر چرخ می زدند ولی سربازان مانند دیروز در پایین کوشش خود را به مراقبت از حومه شمالی شهر که قصر شاه در آن واقع شده منحصر کرده بودند. مقامات در تهران اکنون اعلام کردند که مدت ممنوعیت عبور و مرور که برای 2 روز عزاداری کوتاه شده بود از بامداد فردا دوباره تمدید و مقررات حکومت نظامی دوباره برقرار خواهد شد. خب دوستان خسته نباشید. نفر بعدی آقای فرج سرکوهی هست. توی این محتوا میخوام 3 تا از مهمترین پروپاگانداهای دروغ شورشیان یا به اصطلاح انقلابیون 57 رو با اتون به اشتراک بگذارم که خیلی روش مانور دادن و به واسطه این دروغ ها سعی کردن اون افرادی که حالا شاید همدلی نداشته باشن و نداشتن با به اصطلاح انقلابشون و تفکراتشون رو بر علیه پهلوی و دستگاه و سیستم حکومتی به هر حال همدل کنن و متحد بکنن یا نهایتا اینکه به سمت و سوی قشر خاکستری اونها رو اضافه بکنن. یکی از بزرگترین این دروغ‌ها و پروپاگانداها بر علیه پهلوی و همینطور ساواک سازمان اطلاعات و امنیت مربوط به مرگ صمد بهرنگی نویسنده بود. امثال فرج سرکوهی نویسندگان چپ به اصطلاح مبارزین چپ و مارکسیست و حتی اسلامیست تو اون دوره این مرگی که ناشی از غرق شدن به دلیل بلد نبودن شنا یا به هر حال به دلیل فشار جریان آب در اون رودخونه‌ای که ایشون به هر حال غرق شدن، خیلی از این مارکسیستا و امثال آقای فرج سرکوهی این مرگ رو ارتباط دادن به ساواک و گفتن که دست ساواک در کاره و ساواک صمد بهرنگی رو کشته. و الان خب البته اون موقع هم اصلا دو مدار کش بود، ولی خب چشم مردم و چشم بسیاری از کسانی که این خزعبلات رو باور میکردن بسته بود و گوشاشون کر بود، ولی الان دیگه هممون میدونیم که این یه پروپاگاندای کثیف و دروغ بر علیه ساواک و پهلوی بوده فقط و فقط برای رسیدن به اهداف کثیفترشون و پیروزی شورش و به اصطلاح انقلابشون. بریم با هم یه مختصر اطلاعاتی در مورد این پروپاگاندا و دروغ کثیف انقلابیون در پیوند با مرگ صمد بهرنگی
ببینیم، برمیگردیم با فرج سرکوهی در خدمتتون هستیم. یکی از بزرگنمایی‌های موثری که انجام گرفت مربوط به برخورد حکومت و به ویژه ساواک با مخالفان بود. یک اقدام موفق انقلابیون در شایع‌سازی این بود که مرگ تعدادی از منتقدان سرشناس حکومت رو به ساواک نسبت می‌دادند. یکی از نخستین چهره‌هایی که مرگ او به ساواک نسبت داده شد، صمد بهرنگی. صمد بهرنگی از پیشگامان داستان‌نویسی مدرن فارسی برای کودکان و کتاب ماهی سیاه کوچولوی او شهرت بین‌المللی داره و به چند زبان ترجمه شده. کتابی که نوجوانان بسیاری رو با روحیات انقلابی آشنا کرد. صمد بهرنگی عقاید چپ داشت و با برخی بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق که مشی مسلحانه داشتن نزدیک بود. با این حال کتاب‌های بهرنگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و تبلیغ می‌شد. استفاده می‌کنم هر کی فوت می‌کرد فکر می‌کنم شاه کشته کش، یعنی تخریب شریعت، آل احمد، صمد بهرنگی، آقا مصطفی خمینی، یعنی 5 نفر بودن که الان بعد از 37 سال مستندی نداریم که هیچ تقریبا مستندی نداریم که رژیم اونا رو کشته باشه. هیچ چی نداریم تقریبا. صمد بهرنگی به چپ سیاسی آن روزهای ایران گرایش داشت و همین مسئله باعث شد زمانی که در شهریور 1347 در رودخانه ارس غرق شد، مرگ او محل مناقشه قرار بگیرد. منتقدین حکومت بارها عنوان کردند که سازمان امنیت وقت کشور ساواک او را به قتل رسانده، اما حمزه فراحتی که در روز حادثه همراه صمد بود هرگز این مسئله را تایید نکرد و گفت که او شنا بلد نبود و غرق شد. اسد بهرنگی برادر صمد هم شنا بلد نبودن او را تایید کرد. جلال آل احمد نویسنده ایرانی 6 ماه بعد از مرگ صمد در نامه‌ای به منصور اوجی شاعر شیرازی می نویسد: اما در باب صمد در این تردیدی نیست که غرق شده، اما چون همه دلمان می خواست قصه بسازیم ساختیم. خب ساختیم دیگر. حمزه فراحتی همفکر و همرزم نزدیک صمد بهرنگی است که شاهد غرق شدن او بود و در کتاب خاطراتش با عنوان آن سالها و سالهای دیگر به صراحت اعتراف کرده که صمد بهرنگی در شرایطی مرده بود که نسل جدید انقلابی به یک قهرمان شهید بیشتر از نان شب نیاز داشت و برای همین مرگ بهرنگی به ساواک نسبت داده شد تا از او برای جوانان قهرمانی مبارز ساخته بشه. فراحتی در کتابش و در چند مصاحبه تلویزیونی به طور مشروع توضیح داده که صمد بهرنگی چگونه غرق شد و روشنفکران چپ چگونه به دروغ مرگ طبیعی او رو توطئه ساواک اعلام کردن. چند نوع برخورد وجود داره. یک برخورد این استش که شما بیاین با یک نگاه جامعه شناختی واقعا ریشه های اساسی رو در ساختار اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی بررسی کنیم. یه برخورد این هستش که قصه و افسانه بگیم. یه بعضی قصه ها هم درسته، چون هر کسی از همون زاویه‌ای که خودش زندگی کرده میبینه گاهی. مثلا آقای وادی پور الان فرمودن که من به حرفای ایشون استناد می‌کنم چون حرفای ایشون فقط شنیدم، حرفای دوستان دیگر نشنیدم. خمینی رو نمی‌شناختن. حالا در حتما ایشون در اون محیطی که زندگی می‌کرده اینطوری بوده، ولی مثلا محیطی که من در زندگی میکردم، محله جنوب، محله بسیار 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 فقیر نشین شیراز با جمعیت بسیار بالا، من یادم قبل از که زندانم برم، یه زندانم که میرفتم، مردم میشنستن این رادیو روحانیت رو، چی بود؟ روحانیت مبارز گوش میکردم. مثلا پدر من خیلی بعدش میمد، پدر من گراشات تودهی داشت، کارگر بود البته، روشن فکر اینا نبود، ولی خب محله اینطوری بود. حالا من اگه بخوام از زاویه پدرم نگاه کنم میگم خب کسی خمینی نمیشد بشم که علاقه نداشت. اگر از زاویه محله نگاه کنم میبینم خب این محل همه خمینی میشناختن، رادیو روحانیت مبارز گوش میدادن. اما آیا همه شیراز اینجوری بود؟ نه نبود. این محله اینطوری بود، این قشر اینطوری بود، این بنابراین ببینین یکی از مشکلات همین است که هر کسی دیده‌های خودش رو، زیسته خودش رو تعمیم میده به کل ماجرا. اینم یه اشکال قضیه. یه اشکال قضیه است که جامعه شناسی نگاه نمی‌کنیم. یه اشکال دیگه هم این استش که ما روایت‌های سیاسی رو مبنای تحلیل قرار میدیم که باید بخیر موقع طبیعتاً باید مبنا باشن، اما اون چیزا رو نمی‌بینیم. شما نگاه می‌کنین از سال 41 بگیریم تا دیما 50 دیما بود تو قم، تظاهرات قم،
تا اون موقع جریانات گوناگونی با شاه مبارزه میکردن یا مخالف بودن. این جریانات توش ملی ها بودن، مثل جبهه ملی که طرفدار دموکراسی، شاه، حکومت کردن، همه حرفایی که میزدن سلطنت نکنند نمیدونم از حرفا بودن. نیروهای برخی مذهبی بودن مثل نهضت آزادی، ولی اینا حکومت اسلامی نمیخواستن، تا اون موقع هم نمیگفتن هم چه حرفی. بعد نمیدونم حالا نیروهای کوچکتر مذهبی هم بودن، نیروهای گوناگون چپ هم بودن که با هم دیگه در تضاد بودن. روحانیت هم بود، البته بخشی از آخونده هم برسا مخالف شاه بودن، زندان میدیدیمشون دیگه اینا رو. بعد بنابراین گراشات گوناگونی با دیکتاتوری شاه در مبارزه بودن. فقط چند تا نویسنده این لایه زحمتشان رو دیدن. یکی ساعدی بود، داستاناشو بخونین، قشنگ نشون میده که اینا مذهبی هن. به یه جاش میگه بیگه اینها به دنبال اون چیزی هن که بخش از دربار دنبال شد، خلیفگری اسلامی. به کتاباش بخونین داستان دو برادر اینا. اسماعیل خلص که چپ هم نبود، در اون نمایشنامه گلدونه‌شو ببینین بخونین، تلویزیون هم نشون داد این نمایشنامه را، تئاترشو. قشنگ نشون میده که اینها چی میخوان و در چه وضعی هستن. پرویز صیاد برخی سمداشو ببینین، برخی هنرمندان دیدن، اما هیچ نیروهای سیاسی ندیدن اینا رو. اینا موندن. حالا چرا؟ چون اینا حرکت سیاسی نمیکردن، دانشجو حرکت سیاسی میکردن، همه اینا رو میدیدن، چپ، نهضت ملی، اندم اینا، اما اینا اون پشت بودن، اون پشت اون دیوار. وقتی که اینا پا به عرصه سیاست گذاشتن، یعنی از تظاهرات قم به بعد، اینها نماینده فرهنگی خودشون که روحانیت بودن به عنوان نماینده سیاسیشون انتخاب کردن. اینها در هیئت ها و مسجد ها و تکیه ها و اینا اصولا زندگی میکردن اوقات فراغتشون رو، اونا هم سازماندهیشون کردن. من نمیگم چپ ها نقش نداشتن، نمیدونم ملی ها نقش، همه نقش داشتن. ببینید این انقلاب که یک کسی یک به تنهایی نمیکنه، بالاخره یک جامعه برخاست، همه دست به دست هم دادن در این انقلاب شرکت کردن، حالا کم زیاد فلان اینا. پرسیدین روشنفکرها کجا بودن، اینم بگم بجواب. شماری از روشنفکرها که طرفدار حزب توده بودند، به دنبال سیاست شوروی بودند که شاه غربی است، باید بره، یه حکومتی بیاد که در اتحاد آمریکا نباشه و متحد آمریکا نباشه. شوروی این سیاست رو دنبال میکرد، حزب توده هم به همین سیاست. مثلا انقلاب روشنفکراش هم بعد از انقلاب توی کار نویسندگان انشعاب شد، هیئت دبیران میخواد شب شعر را بندازه بعد انقلاب، درست اون موقع که هنوز آزادی ها بود، هنوز همه عذاب بودن و اینا. نویسندگان توده‌ای گفتن نه خیر، این به اصطلاح سبب میشه که بیان شعار ضد حکومتی بدن. هنوز هم دوره بازرگان بود یا دوره بنی صدر را دارم میگم، انشعاب کردن، میگفتن نه ما شب شعر میذاریم به شرط که شما از خمینی حمایت کنید، بقیه نه. اونا یه اقلیتی بودن، رفتن از حزب جدا شدن، از کار نویسندگان سیاستشون رو اخراج کردن، بقیه هم رفتن بیرون. بین روشنفکرها بنابراین یه گرایشی بود که به سیاست های حزب توده و فدایان اکثریت از بعد انقلاب از حکومت حمایت میکرد. اکثریت روشنفکرها مخالف حکومت بودن، قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه نوشته بودن. احمد شاملو اولین سرمقاله کتاب جمعه شو بریم نگاه کنیم، میگه آقا پیش از پیروز انقلاب ها، میگه این بهمنی که راه افتاده کشور رو نابود خواهد کرد، فرهنگ رو نابود خواهد کرد. مقاله دکتر مصطفی رحیمی که دیگه همتون میدونین، محشید امرتشیاهی میدونین، بعد قصه فتحنامه مغان گلشیری بریم بخونین، شماره های اول تا دهم کتاب جمعه رو بریم بخونین، ارگان های روشن بگیرین، من تو تهران مصبب بریم بخونین، آیندگان بخونین. روشنفکران می نوشتن، مخالف هم بودن، نمیگم حالا حرفی که میزدن درست بود، اما کسی گوش نمیداد به حرفشون. ببینید عده‌ای از کسانی یه چیزی به وجود آمد بعد انقلاب، حزب توده و سازمان اکثریت که اکثریت چپا بودن که از حکومت دفاع میکردن، بقیه چپا مخالف بودن، جبهه ملی که خب رفته بود تو حکومت، سنجابی، من خودم یه مصاحبه کردم با سنجابی تو تهران مزور چاپ شده، بهش گفتم تو رضا میدی به اینکه شاهنامه رو از کتابای درسی حذف کنن به عنوان وزیر، آخه تو چه جور ملی هستی؟ جبهه ملی ها نبردمان شدن. نهضت آزادی و یزدی و اینا هم به نظر من اینا این تصور خام داشتن، اینا فکر میکردن که اینا خمینی رو اداره خواهند کرد، چون که مثلا در پاریس ادارهش میکنن.
اینا به نظر من نمیدونم چی بگم. بدون اینکه هیچ پایگاهی در میان مردم داشته باشن، تصور میکردن یه آدمی که بزرگترین پایگاه مردم عکسش تو ما دیدن میتونن بذارن کنار و خودشون جاشو بگیرن. اندیشه خام غیر سیاسی بود. آینده روابط ما با ملت فلسطین روابط دو برادر هست که اوضاع و احوال دنیا اونها را مدتی به طور رسمی از هم جدا داشته بود، در عین اینکه قلب‌هاشون همیشه با هم بود و حالا به طور رسمی و علنی روابط دوستی و صمیمانه شون را به هم دیگر مرتبط میکنند و ادامه خواهند داد در جهت واحد، یعنی آزادی، استقلال، عدالت، حریت و همزیستی همه ملت ها بدون تفاوت نژادی، بدون تبعیض و بدون کینه نژادی. و سنمضی سویا ثورتین في ثورة واحدة وشعبين في شعب واحد نبني الغد الجديد المستقبل الجديد العصر الجديد عصر الحرية عصر الحضارة الثورية عصر الأخوة الثورية جنبا إلى جنب ومعا وسويا حتى النصر حتى النصر حتى النصر حتى النصر. خب دوستان، قبل اینکه بخوایم بریم و ادامه صحبت های فرج سرکوهی رو بشنویم، چون حرف از احمد شاملو آورد، احمد شاملو هم یکی از اون به اصطلاح روشنفکرینی بود که هم نون شاه رو خورد و هم در زمانی که شاه به اصطلاح زنده بود، حیات داشت، حکومتش برقرار بود، تا کمر در مقابل شهبانو ایشون دولا میشد، دستش رو میبوسید و وقتی که به هر حال وضعیت مملکت در اواخر سال 57 به خصوص به اون سمت و سو رفتش که ما دیدیم که چه بلایی بر سر مملکت در 22 بهمن 57 اومد، این فرد تبدیل به یک فرد انقلابی شد، ضد شاه شد و خب گرایشات خیلی عمیق و پررنگی هم نسبت به چپ و چپولا داشت. خیلی میشه در مورد احمد شاملو صحبت کرد، دوست نزدیک همین فرج سرکوهی هم است، اما من فقط میخوام اکتفا بکنم به نظر نادر نادرپور درباره احمد شاملو. ایشون نوشته که کسانی رو در آن فضا میتوانستیم دید که با سروده ها و نوشته های کمبه های خود حسابگرانه به حکومت وقت نیش میزدند و تعمدن نام خود را در لیست ممنوع القلم ها جای می دادند و از این طریق به شهرتی کاذب یا زودگذر دست می یافتند. این رضا براهنی دوستان، اون رضا براهنی هم البته اون دیوانهی کم نظیر بود، دقیقا مثل احمد شاملو بود، با دروغ ها و اون مزخرفاتی که در مورد شکنجه و خرس ساواک گفته بود، حتی مجله پلی بوی هم اون مزخرفات سکسیستی ایشون رو چاپ کرده بود. نادرپور ادامه میده که در این میان زرنگتر و با استعدادتر از همه احمد شاملو بود که از یک سو بلنگوی پرآوازه چپ مستقل به شمار می آمد و از دیگر سو شاعر محبوب بانوی اول و کاندیدای او برای تدریس در دانشگاه نوبنیاد بو علی همدان بود. شاملو در همان ملاقاتی که به سال 1346 میان شهبانو و اهل قلم اتفاق افتاد و آل احمد، بهازین، کسرایی و من هر یک به دلیلی کاملا متفاوت از حضور در آن خودداری ورزیدیم، بوسه بر دست بانوی اول زد و چند سال بعد هم با هزینه حکومت برای معالجه به اروپا رفت. آقای دکتر الهی عزیز، اگر داوری نهایی مرا درباره شاملو بخواهید، به شما میگویم که او تبلیغاتچی بزرگی است که در کار شاعری استعدادی متوسط دارد و مایه شهرت او گذشته از شعبده بازی های سیاسی و اشعار فولکلوریکش، توفیق نسبی در سرودن قطعات کوتاهی است که ندرتاً موزون و غالباً منصور بودند. این صحبت های نادر نادرپور در کتاب طفل صد ساله‌ای به نام شعر نو
که حاوی مصاحبه ایشون با دکتر صدرالدین الهی است وجود داره. اگر وقت کردید میتونید به این کتاب مراجعه بکنید و قسمت‌های مهم این مصاحبه و حرفای نادر نادرپور به خصوص در پیوند با به اصطلاح روشنفکران و هنرمندانی مثل احمد شاملو رو ببینید و بخونید. بریم با هم ادامه حرفای فرج سرکویی رو بشنویم. بعد میمونه چی؟ رؤیه در روشنفکرها جمع شدن، رفتن یه سازمانی درست کردن به نام جبهه دموکراتیک ملی. دکتر متین دفتری نوی مصدق چیزش بود، یه سری چپا بودن، یه سری آدمای چپ سوسیال دموکرات بودن مثل دکتر راپاد نجات، منوچهر هزارخانی، همین شاملو، اینا یه سری روشنفکرها گردن کلوف بودن. چهار تا جمعیت سیاسی توش بود که یکی چپ بود، بقیه مثلا ملی بودن، نمیدونم حالا هرچی بودن. و اینا حرفشون بود که الان ما باید اولویت مبارزه، نه امپریالیسم، نه مستضعفانه، نه این حرف خمینیه، نه حرف حزب توده، اولویت مبارزه برای دموکراسی است. متین دفتری هم آدمی نبود که کسی بشه چپی مپی. متین دفتری نوی مصدق بود، ملی بود، منتها خب چپ هم بودن اونجا. جبهه ملی دموکراتیک یکی از بزرگترین اقداماتی که کرد، اینم بگم تمام بکنم، موقعی که خمینی گفت من آیندگان نمیخونم و قطب‌زاده که رئیس تلویزیون بود و خیلی آدم دیکتاتور منشی بود، اومد نه تهران مصور و آهنگر و چهار تا مجله رو خلاصه کرد و گفتش توقیف اینا نباید در بیان. جبهه دموکراتیک برای دفاع از آزادی رسانه ها اعلام تظاهرات کرد. من خودم در اون تظاهرات بودم، برمانی آدم ها. تظاهرات از دانشگاه شروع شد تا نخست وزیری. فرداش روحانیت نیرو بسیج کرد از جنوب شهر، همون زحمتکشان اومدن دفتر جبهه دموکراتیک با آتیش کشیدن، بستن، تموم شد. دفتر کار نویسندگان آتیش زدن، اصلا اسناد بردن تو خیابون. بنابراین روشنفکرها هم یه عده‌شون از در سیاسی در این سازمان رفتن جمع شدن، هم یه عده‌شون نوشتن، نه که حالا همشون درست میگفتن، یه عده‌شون هم گفتم اونا که طرفدار حزب توده و طرفدار اکثریت بودن از خمینی حمایت میکردن. مرز برای آزادی نذاشتی، مرز رو بین آزادی و بی‌بندوباری باید ببندیم. مرز رو باید بین آزادی و دروغگویی ببندیم. آزادی بیان، بیان در حقیقت باید باشه، نه بیان در دروغ. بیان در توجه و شرافت باید باشه، نه در عرض کنم تهمت و افترا و غیره. بیان در تعهد باید داشته باشه، نه بیان بی تعهدی رو که جامعه رو تحریک بکنه و بخواهد زمینهای انقلابی و رشد فرهنگی و اون آزادی واقعی جامعه، آزادی انسانساز در جامعه، اونا رو همه رو از بین ببره با یک سلسله مطالب دروغ. اینا اینجاست که مرز تعیین میشه. ما سال پارسال و سالهای قبل به هیچ وجه نمیگفتیم که آزادی مطبوعات به معنای مطلق و آزادی که هر نوع به حدی که همونطور که فرمودن به مرز لایتناهی. میناچی وزیر ارشاد در یکی از میزگردهای تلویزیون درباره علت تعطیلی روزنامه آیندگان که محور اصلی زنجیره این گونه روزنامه ها محسوب می شود اطلاعات مهمی بیان می کند. آیندگان که شروع کرد، خب ما فکر کردیم در ردیف همه روزنامه ها واقعا در راه انقلاب و برای مردم خدمت میکنه. متاسفانه مسائلی پیش آمد که اسناد هست، دلایل هست و خودتون آگاهی دارین و ما همینطور تأمل کردیم، نگفتیم، مطلبی رو عنوان نکردیم تا اینکه مردم به ما معترض شدن و واقعا کار به صورت روزنامه‌های دیواری در آمد و نمونه‌هاش اینجا هست که چرا شما جلوی روزنامه‌ای که به همه حیثیت و تمام نهادهای انقلابی مملکت لطمه می‌زنه کوچکترین توجهی ندارین و ممانعت نمی‌کنین. خب در این شرایط ما چه باید می‌کردیم؟ باز تأمل، مدارا، که یه لایحه نسبتاً آزادی که مورد اتفاق همه باشه، این رو شورای انقلاب به پیشنهاد دولت تصویب کنه که این محدودیت‌ها و اون مرز که تا کجا، تا خیانت که نمیشه، تا اون حدی که به هر حال لازمه برای مملکت آزاد، این رو تصویب کنه. آیندگان توجه نکرد تا جایی رسید که ارتش جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد به اعتبار همون افشاگری رادارها.
خب ملاحظه کنید ما در شرایط سخت درگیری و ستیز در مرزها بودیم. ایشون هم صریح نوشتن که تمام رادارها از کار افتاده و اطلاع داشته باشین دو دستگاه هست، یکی در وحدت یکی هم همدان، اونجا سالمه، یعنی دشمن بدونه که اونجا نره، بقیه جاها هر جه میخواد بره، و بعدم فرداش وقایع خوزستان. حالا از اون بدتر لایحه چی متنی بود که از روزنامه فاینانشال تایمز ترجمه کرده بود و صریح نوشته بود که لوله های نفت و شاه لوله خارج از کجا رد میشه، علامتاش کجاست، خاک رو یک کمی کنار بزنین لوله پیداست، ما میتونین منفجر کنیم، و لوله هایی هم که از رو میره با چند تا تک تیر. و ملاحظه کنین اونها حالا مسائلی که اون تیتر سازی شو و بعد هر روز نگرانی در مردم و خود شماها شب که به خانه میرفتین واقعا زن و فرزند شما نگران بودن که فردا تمومه کار، یعنی اینجور نشون میداد. البته آقایون هر بار که این مطالب رو مینوشتن بدونی که ما کوچکترین دخالتی در کارشون بکنیم فقط با یه تذکر و خواهش این که آقا مراعات کنی این مسائل بر ضد انقلاب ماست، اینا اثر نامطلوب داره، و اونها تنها جوابی که به ما میدادن اشتباه کردیم. شاید 15 مورد هست که یادداشت کردیم و اسنادش هم هست جوابش اشتباه، و آخر سر این بود که من گفتم خب شما چرا اشتباه رو از این طرف نمی‌کنی؟ یه طرف هم به سمت مردم و له مردم، همش علیه که اشتباه نمیشه، این معلومه تعمده. بعد این ماجرا که پیش آمد این به هیچ وجه به خود روزنامه آیندگان ارتباط نداشت، دلایلی به دست آمد که اموال چاپخونهی که اسمش رو گذاشتن آیندگان متعلق به داریوش و همایونه و از منابع مالی ساواک و اسرائیل و اینها با اسنادی که افشاگری شد میدونیم. اینایی هم که الان روشن فکر دیدین اینا همه در صف حکومت بودن، من لایکا رو دارم میگم، کسی حرفشون گوش نمیداد. داره که ببینید اون جمعیت عظیمی که از جنوب شهر را میافتاد، و جالب اینه بیان به شما بگم، لایه ثروتمند ایرانی خیلی کمک کرد انقلاب اسلامی. اینا ببین اون نارضایتی که انباشته شده گوناگون جمع شد. حالا یک دلال خارجی هم داره، البته آمریکا هم وقتی خب طبیعتاً از شاه اول حمایت می‌کرد، بعد که دید دیگه شاه چیز نیست، یعنی چاره‌ای جز رفتنش نیست، به فکر این بودن که کمربند سبز شیعه دور شوروی بکارن، نمیدونم ارتش حفظ بشه برای که مملکت، نمیدونم امنیت بشه، فلان از این حرفا که دیگه میدونیم. اومدن شروع کردن از خمینی حمایت کردن، و حالا چه بند و بستایی بوده بین اینا در مذاکراتشون، خب بوده دیگه، حالا نمیخوام بگم. منظورم اینه که ببینین ده ها عامل انقلاب اینجوریه طبق نظر همه جامعه شناسا، ده ها عامل دست به دست هم میده و اینا همزمان باید اتفاق بیفتن، اگه یکیش نشه نمیشه، یکیش دو روز دیر سر بشه نمیشه. شخصیت ها، آدم ها، نمیدونم عوامل اجتماعی، اقتصادی، عمیق، سطحی، سیاست، قصه، داستان، همه اینا در یک مقطعی به ناگهان همزمان میشن. من یک چیز دیگه به شما بگم، این مسئله محتوای انقلاب که برگشت به گذشته است و در واقع انقلاب اسلامی همشون میخواستن ایران به ما قبل قاجار برگردونن، این بخشش هم دربار تبلیغ میکرد. تلویزیون جمهوری اسلامی اون موقع دو تا کانال بود، کانال یک، کانال دو. من یه بحثی خواهم کرد در کلاب راجع به زمینه های فرهنگی و فکری که چرا انقلاب اسلامی شد. همه ایرانی ها این دوتا رو میدن، نه اینترنت بود، نه هیچی دیگه نبود، نمیدونم هیچی نبود. هر هفته یه برنامه بود که به اصطلاح مهمون ثابتش احمد فردید بود که بعدم میدونین که با جمهوری اسلامی هم کار کرد، تئوریسین کثیف‌ترین جناح شد، و آقای دکتر چی بود؟ نراقی، کتاب آنچه خود داشت رو نوشته بود، و اینا حرفشون بود که آقا این کاری که میشه غلطه، ما باید برگردیم به سنت های خودمون. قبول دارید؟ نه، تعریف کنید مسئله، من تفسیر میکنم با دقت آنچه میگم. میگویم این میگویم تا هر چی از خدا دفاع کنی این اصل بنده است. هگل خداش خدای ناسوته نه لاهوت، مارکس خداش خدای ناسوت است نه لاهوت. مارکس خدا نداره آقای فردید، تو حرف من ندارد، خواهش میکنم.
آخه چرا الان من باید بدوم در حرف شما؟ مارکس خدا نداره، گرفتاری ما بر سر نبودن خداست. در دارم من میگم خدای گرفتاری ما همین مارکسیست، همین مارکسیزم، کمونیسم، نیهیلیزمه که آلدو مورو رو از بین میبره، فاشیزم. اینها همه از هگل است و هایدگر است و از این متفکرین متفکر. اگر من ممکنه ببینید، بنده این تزمه میگویم که بشر امروز ناسوت بلادم فوزیسه، به عربیش میشه به سرکی میشه بهوته، به فارسی میشه بوش، یعنی همه چی در تجدد. این طبیعت را وقت نیست باید توضیح کنم که معناش چیه، چطور شده طبیعت شده. بشر امروز به خدا که میره، خداش ناسوتیست، یعنی طبیعیست. خدا هم که رد میکنه ناسوتی و طبیعی. حافظی که انگه حافظ شناسی امروز بیشتره شده. نه این کاری به امروز ندارم. حافظ رو میگم. اصل حافظ. آقا این سوالتون غلطه. خدا در ناسوت وجود نداره. خدا در لاهوت هست. ناسوت زمینه، دنیاست. لاهوت آسمانه. این که میفرمایید خدا ناسوتی است یا لاهوتی است، یک سوال. نه من نمیگم. خدای حافظ رو. آقا من ببینید الان خدای حافظ ناسوتی است یا لاهوتی است؟ همه به من میگن کسی دور از حقیقت روحانی. 400 ساله که دنیا از دست فیلسوف رنج میبره. ما احتیاج داریم به ذکر، نه فکر. ذکر الله. میدونم. ما احتیاج داریم به خداوند. خدا آقای دکتر نووی خالفم. آقای دکتر نووی ببین نمیذارم اگر گذاشتم. بعد نمیذارم. تز من داره توجه کنید. تز من داره این است که غربی دارد بیدار میشه. غربی الان تعالی توجه به ولوله است در غرب. توجه عمیقی به تعالی پیدا کرده. رئیس انجمن حکمت فلسفه شاهنشاهی آقای دکتر نصر در مجله معارف اسلامی که با هزینه دربار چاپ میشد نوشته ما باید به خلیفه‌گری اسلامی برگردیم. ایران با خلیفه‌گری اسلامی، جمله صریحشه. اون موقع مدام از تلویزیون هر هفته به مردم میگفتن این چیزایی که از مدرن و غرب گرفتیم بده، ما باید برگردیم به سنت‌های دینی و سنت‌های ملی خودمون. انجمن حفظ اشعای موسیقی سنتی، انجمن حفظ اشعای نقاشی سنتی، حالا من این تو بحث فرهنگی اینا جزء به جزء خوام. ببینید اینم یکی از عواملشه. شریعتی و آل احمد هم عاملن، آخونده هم که خب مشخصه، چپ ها هم که بخش مهمیشون، نه همشون، به دلیل اینکه به اصطلاح اون گفتم سیاست های ضد امپریالیستی مزخرفات که میگفتن. اما واقعیت قضیه اینه که برگردیم دلایل جامعه شناسی اینو ببینیم، چرا میلیون ها آمدن تو خیابون. این رو به نظر من کسی بخواد ببینه کافیه که دو تا سه ساعت که خاطرات دکتر هوشنگ نهاوندی که رئیس دفتر فرح پهلوی بود، مشاور شاه بود، نمیدونم فلان جامعه شناسی بزرگی هم بود، خاصیت علم و برخی از این تاریخ شفاهی دولت مردان ایران خیلی قشنگ نشون میده که یه ساختاری بود، در این ساختار تناقضها و تضادهایی بود که علم تو کتابش نمیشه که ایران ممکن انقلاب بشه قبل از مرگش. ساختارها و تضادهایی بود که این مملکت رو به این سمت می‌برد. حالا البته کارتر هم خیلی موثر بود، نمیدونم اینکه شاه از آمریکا یا میترسید، اینکه آقای هاوزر میاد به جنرال ایران دستور میده، خب این دیگه چه جنرالی هست آخه تو. اینم بود، هزاران عامل گوناگون دست به دست هم داد. مقصری آبی حال بله الان میشه همه میگن چپا بد بودن و آخوندا هیچ که نکه میگم خوب بودن ها، ولی به ساختاراش باید توجه. خیلی من خیلی حرف زدم. خب دوستان میرسیم به دومین قسمت از بررسی چند نمونه از پروپاگانداها و دروغهای شورشیان 57 بر علیه پهلوی و حکومت پهلوی. نمونه اولش رو خدمتتون در پیوند با صمد بهرنگی تقدیم کردیم. دومین دروغی که بسیار مانور دادن و همین الان هم ما میبینیم که سیمای دولتی به خصوص هرگاه که به سالگرد نکبت 57 در بهمن ماه میرسه این دروغ رو مجددا نشخوار میکنه و اون هم هزینه بسیار زیادی که خاندان پهلوی برای جشنهای 2500 ساله انجام دادن، جشنهایی که همین الان بسیاری از کارشناسان مستقل با گرایشات مختلف میگن که هم باعث عظمت کشور شده بود، هم باعث نشون دادن قدرت کشوری به نام ایران در منطقه
به هر حال حساس خاورمیانه و از همه مهمتر نشون دادن فرهنگ و تمدن مردمی که شاید در زمان قاجاریه و قبل از اون به خصوص در این جنگ جهانی اول و دوم بارها و بارها توسط غربی ها و کشورهایی مثل فرانسه و انگلستان لگدمال شده بود، اما در حکومت پهلوی این عزت و این به هر حال اقتدار برگشته بود و مجبور می شدن رؤسای جمهورشون در این جشن ها حضور پیدا بکنن و ساعت ها بنشینن و این تمدن، روایت تمدن ایرانی ها رو از زبان پهلوی بشنوند. میگم کمترین چیزهاش اینا بود. حالا بماند که چقدر برگشت سرمایه داشت. کمترین اونها توریست هایی که به هر حال این جشن ها رو میدیدن، چون مجلات مختلف، مجلات بسیار معتبر در ویژه نامه هایی که داشتن این جشن ها رو به صورت مکتوب و تصویری خب پوشش میدادن و به گوش تمام جهان متمدن میرسید و بسیاری از توریست ها پس از این جشن ها وارد کشورمون شدن و بسیار هم تأثیر داشت. من این حرف رو نمیزنم، مشاور محمود احمدی نژاد که مطمئنا خب هیچ پیوندی با خاندان پهلوی نداره و بسیار هم نزدیک به جمهوری اسلامی است، به نام عبدالرضا داوری، در گفتگویی که یا صحبتی که داشت و اشاره کرد به جشنهای 2500 ساله، به صراحت از این برگشت سرمایه ذیل توریست و برها صنعت توریسم یاد میکنه و میگه که واقعا این جشنهای 2500 ساله کمترین ثمرش همین بحث توریسم بوده. بریم با هم بررسی بکنیم یا نشون بدیم دومین دروغ انقلابیون و شورشیان 57 رو. برمیگردیم با ادامه برنامه، در خدمتتون هست. یکی از مؤثرترین شایعه هایی که علیه نظام شاهنشاهی به راه افتاد درباره مخارج جشن های 2500 ساله. این شایعه هنوز هم مطرحه و حتی به تازگی در برنامه مستند پخش شده از یک تلویزیون انگلیسی زبان باز هم تکرار شد. It's estimated that the celebrations at Chrysopolis cost around £300 million, making it undoubtedly one of the most expensive parties ever to be held. مخالفان حکومت هزینه برگزاری این جشن ها رو بدون ارائه سند و مدرک چندین برابر واقعیت اعلام کردند. به طور نمونه میشه به صحبت های ابوالحسن بنی صدر در همین برنامه اشاره داشت که رقم مخارج رو $650 میلیون بیان کرد. انقلابیون برگزاری این جشن رو بلخرجی دستگاه عنوان کردند و این پرسش انتقادی رو در جامعه دامن می‌زدند که چرا هزینه های این جشن صرف امور ضروری‌تر مردم نشده. در بسیاری از شهرستان‌ها و اکثر روستاها دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه، حمام و آب آشامیدنی سالم خبری نیست. در بعضی از دهات کودکان معصوم را از گرسنگی به چرا میبرند، ولی دستگاه جبار صدها میلیون تومان از سرمایه این مملکت را صرف جشن‌های ننگین میکند و از همه مصیبت‌ها بالاتر جشن منحوس 2500 ساله شاهنشاهی. در سان فرانسیسکو دیشب در کنسولگری ایران انفجاری رخ داده که این ساختمان سنگی 3 طبقه را به آتش کشیده است. شماری از ایرانیان در نقاط مختلف آمریکا به جشن‌های مجلل شاه ایران به مناسبت 2500مین سالگرد بنیانگذاری شاهنشاهی اعتراض کردند. بعدم همه چیز خیلی مصنوعی و ظاهرسازی و مسخره بود. یعنی واقعا وقتی گفت کوروش بخواب ما بیداریم، ایتس جوکینگ. برای همه مردم ایتس جوکینگ. یعنی من فکر کنم از اون زمان دیگه شاه به کلی تبدیل شد به یه سمبل مسخره و حتی سمبل نفرت در ایران. در پاسخ به بزرگنمایی هایی که درباره هزینه برگزاری جشن های 2500 سال انجام شد، مسئولان مختلف بارها در مقام توضیح در اومدن، ولی موفق به مهار شایع نشدند.
از جمله عبدالرضا انصاری مدیر اجرای این پروژه و مسئول دخل و خرج اون عنوان کرد که کل بودجه جشن‌های 2500 ساله 160 میلیون تومان بوده که به ارزش پول ایران در مقطع معادل 22 میلیون دلار میشه. یک سوم این بودجه توسط تعدادی از سرمایه‌داران ایرانی تامین شد، یک سوم اون از محل بودجه وزارت دربار بود و یک سوم دیگر هم از محل سرمایه‌گذاری‌های سناتور امیر همایون تامین شد. حتی بخشی از این بودجه که معادل 1.5 میلیون دلار بود خرج نشد و به ساخت مسجدی به نام آیت الله بروجردی در قم اختصاص داده شد. ضمن اینکه جشن‌های 2500 ساله یک پروژه بزرگ و فراتر از مهمانی سران جهان بود و همزمان با مهمانی رهبران خارجی، پروژه‌های عمرانی بزرگی و مختلفی کلنگ خورد. شاه این جشن‌ها رو به پیشنهاد افرادی مانند شجاع‌الدین شفا برگزار کرد و بنا داشت تاریخ کهن و تمدن پرسابقه ایران رو به رخ رهبران جهان بکشه. شاه همچنین با گرد هم آوردن سران کشورها از هر دو بلوک غرب و شرق میخواست موفقیت سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز دولت ایران را نشون بده و این جشن‌ها از شاه تصویر پر اقتداری ساخت که برای مخالفان او مطلوب نبود. مذهبی ها یا چپگرایان مخالف شاه که ایدئولوژی هایی در مقابل ایرانگرایی داشتند افزایش اعتبار جهانی شاه رو به معنی شکست خودشون تلقی میکردند. جشن‌های 2500 ساله در دوره‌ای برگزار شد که شاه در آرزوی احیای تمدن بزرگ ایران بود. اما موج شایعاتی که علیه هزینه‌های برگزاری این جشن‌ها به راه افتاد، به قدری افکار عمومی را بر علیه حکومت تحریک کرد که تعدادی از تاریخ نویسان خارجی برگزاری این جشن‌ها را سرآغاز پایان حکومت پهلوی نامیدند. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم. شاه اومد، هنوزم دارم فوشش میدم، ولی من یه بار با آقای زرگامی گفتم، آقای زرگامی تو فوش نده، ما الان همیشه جشنای 2500 ساله رو مسخره میکنیم. خب میگیم آقا شاه پول خرج کرد فلان کرد. شما میدونید که گردشگری ایران بعد از ببین شاه کلن تو جشنهای 2500 ساله 25 میلیون دلار خرج کرد. اون سال، سال 50. سال 51 درآمد گردشگری ایران شد 200 میلیون دلار مازاد. مازاد. ببین من کاری ندارم آقا، شما بخواید با شاه مخالف فوش بده باشو. بده. ولی اون کاری که اتفاق افتاد تو جشن 2500 ساله ایران رو تبدیل به یک برند جهانی کرد. بله 25 میلیون دلار هم خرج کرد. سلطنت تبدیل به دربار شد. الان هم همون بیت رهبری همونه. نمیخوام مقایسه کنم، ما با هم فرق دارن. یعنی نتوانست نمایندگی همه اقشاره بشه که محافظه‌کارانه داشته باشه. نهاد سلطنت یک نهاد کارایی بود تا قبل از انقلاب مشروطیت. حالا در دوره قاجاری ضعیف هم شد، روحانیت بخشی باش مخالفت کرد، بیرون زد. اما بعد از مشروطه حوادثش باعث شد که دو نهادی که باید کنار هم باشن، در اروپا اینطوریه، نهاد دین و نهاد سلطنت با هم دعوا ندارن، در ایران مقابل هم قرار گرفتن به هر علتی. وقتی دو تا نهاد ریشه دار مقابل هم قرار میگیرن و در دوره 57 سالی پهلوی اجازه داده نمیشود که نمایندگان قشر تحصیل کرده حزب و نهاد داشته باشن، مثل جبهه ملی، مثل حتی علی امینی، خب اینجا بین دو تا انتخاب اگه شما قرار بگیری یکی خیش قبول نداشته باشی، خب زمینه روحانیت هست. اما به عنوان کسی که تو انقلاب بودم، یعنی 20 سالم بوده انقلاب بودم، روحانیونم قبول نداشتم، حکومت دینی هم قبول نداشتم،
ببینید تنها جایی که در انقلاب باز بود مساجد بود. مساجد هم که نمیشد باز، چون مساجد سیاسی نبود که، روحانیان رهبر مساجد بودن. شما تو دانشگاه نمیدونستی جمعشی بسته بودن روحانی چیه. یعنی شما حتی این جمهوری در برای انقلاب 57، اول انقلاب 57 میتوانست نشود، چون جبهه به نام انقلاب بعد از مهر در ایران شکل گرفت، مهر 1357. قبل از اون شما چیزی به نام جبهه انقلاب نبودی، مخالفان جمهوری اسلامی بودن که با هم بیشتر مخالف بودن با تا با شاه. این من به قاطعیت میگم، جبهه ملی حزب توده رو حتی نمی‌تونست این لحظه تحمل کنه. بین جبهه ملی و نهضت آزادی اختلاف بود. این اختلاف رو شما دیدید و چپ‌ها اکثرا حزب توده رو خائن می‌دونستن، مجاهدین خلق یه دیده دیگه ای داشتن. را دقت بکنید اونی که امروز به عنوان چپ ملا چپی مجاهد میگه داره انقلاب 57 برای شما ایدئولوژیک میکنه. انقلاب میتوانست نشود. به چه شکل میتوانست نشود؟ انتخاب، اون همون انتخاباتی که آقای شریف امامی اعلام کرد که ما انتخابات زودرس برگزار میکنیم و محمد رضا پهلوی گفت آقا ما 58 انتخابات برگزار خواهیم کرد. خرداد 58 که تاریخ انتخاب مجلس بود، این میدونست همون دوره شریف امامی برگزار شود. نهضت آزادی، جبهه ملی و کیف آقای شریعت مداری وارد مجلس میشدن و اساسا چیزی به نام جبهه انقلاب شکل نمیگیره. ببینید انقلاب بارها گفتن، ولی اگه بخواد عمیق‌تر فکر کنید، همونی است که فرج گفت. ببینید باید دهقان درست میشد، نه رعیت، رعیتی که به شهر فرار کنه. ارسنجانی اول انقلاب سفید که میخواست صورت بگیرد و امریکایی دنبالش هم بودن، پهلوی در حقیقت دور زد. اگر دهقان در روستاهای ایران شکل میگرفت که زمینه خودشه داشت، شما یه خرده بوجوازی کشاورز داشتی که نمی آمد حاشیه شهرها. دوستان لطف کنن کتاب سر آنتونی پارسنز سقوط غرور بخوانن، به فارسی هم ترجمه شده، خیلی تون خیلی درست توضیح میده چرا انقلاب شد. ببینید بحث این است که اگر ریشه های اجتماعی اقتصادی و طبقاتی انقلاب رو بخواید نگاه بکنید، حکومت پهلوی ماندنی نبود. اما اگر حکومت پهلوی، ببینید اگر حکومت پهلوی او زیر ساختهای مدرنیزم با مدرنیت همراه میکرد، ممکن بود سرنگون نشه، پسرش جای خودش میامد. ببینید وقتی که صدیقی گفت شاه نرود من پست نخست وزیری قبول میکنم، به چرا این حرف رو زد؟ صدیقی خب جبهه ملی بود، نخست وزیر مصدق بود، با پهلوی هم میانه نداشت. میدیدم که آمدن روحانیت به نفع مردم نیست. خب اومد گفت اعلیحضرت نرود من نخست وزیری تحمل میکنم. چرا؟ چون نظامیان وقتی که شاه نباشد، ولیعهد هم نباشد، رئیس شورای سلطنت هم نباشد، و نظامیانی که به شاه قسم خوردن، خدا شاه میهن، یادتان بیاد، خب خدایی که بالا آسمانه میماند شاه. خب این شاه که نیست، ولیعهدش هم که نیست، خب شورای سلطنت هم که با یه پوت از بین میرود. خب این نظامیان یک شنبه با نخست وزیری مواجهن که میگه اگه مردم بخواهم من جمهوری اعلام میکنم. خب این نظامیان یک شنبه تسلیم میشوند دیگه. شما دقت میکنید خیلی عواملی در انقلاب 57 الان میشود که نشارا کرد و آدم بدونه بگه چرا رخ داد. این که روحانیت چرا دست برتر پیدا کرد، این آب خوردن است اگر نخوام متوجه باشیم. ببینید وقتی ما تو دانشگاه بودیم تعداد فدایان خلق از مجاهدین خلق برابر یا یکسان بود. حتی قبل از وقتی ما وارد دبیرستان می شدیم تعداد مذهبی ها از چپا چند برابر بیشتر می شد. وقتی وارد بازار می شد یکی چپ جایگاهی نداشت. اگر ما بخوام انقلاب مثل یک توطئه نگاه کنیم، خب این اشکالی نداره. ولی اگه بخوام یاد بگیریم و بعدا به کارمان بیاد، باید لایه ها رو برشماریم. روحانیت دارای زمینه بود. ببینید روحانیت در حقیقت مدل بازسازی شده
دموکراتیکی که میتوانست مانع از انقلاب بشود همون وزیر ایرانی که قبلا دیوان سالاری ایران حفظ کرده بود باید در قالب احزاب پارلمان میگرفتن و شاه سلطنت میکرد، نه حکومت. و شاه و هر دو شاه پهلوی اینه به هر علتی قبول نداشتن، ناامنی، مردم، هر چی شما بگید. یعنی شما جبهه ملی یا چیزی شبیه به جبهه ملی، پارلمان باید ایران رو به وسیله نخست وزیر اداره میکرد، شاه سمبل کشور میشد. همین الان هم همین مسیح دارد به انحراف میداده، الان بدتر از زمان شام هست، حالا میخورد روز به دیوار، اون یه بحث دیگر. ولی این بازسازی نشد. وقتی این بازسازی نشد یک نوع نابسامانی ایجاد شد. یه نابسامانی هم ورود چیزی به نام بیگانه یا استعمار بود. یک کودتای 28 مرداد به هر زبان که با دخالت آمریکایی رو صورت گرفت نسبت ما رو با جهان وارونه کرد. یعنی ما که نمیتوانستیم بریم زیر بلیط شوروی، ما باید رابطه معقول با غرب برقرار میکردیم. اون کودتایی رابطه هم خراب کرد و هیچ وقت هم درست نشد، تا الان هم درست نشده، تو انقلاب هم درست نشده. ببینید این خیلی مهم هست. یعنی ما از یک طرف با حکومتی مواجه شدیم که الزامات دوران مدرن نمیپذیرفت، یعنی نخست وزیر و مجلس باید به جای اون وزیر ایرانی میامد تا شاه هم بدون دردسر سلطنت کنه و روحانیت هم خود به خود جایگاهش پیدا نمیکرد. این که نشد، بلکه یک کودتا هم شد، کار شور کرد، یعنی بدتر کرد رابطه ما هم با غرب به هم زد. شما دقت کنید سیاست های غرب هیچ وقت با مسائل منافع ایران چخ نشده. این توطئه نیست دا. چون اونا منافعی دارن، ما منافعی داریم. اگه این یعنی اون کودتا، ببین حالا بعضی میگن کودتا بود نبود، من کار ندارم. این بی‌اعتمادی با بین ایران و غرب ایجاد کرد. این بی‌اعتمادی الان به شیفتگی رسیده. ولی من یادم میاد که جلوی سفارت آمریکا میلیونی میگفتن مرگ بر آمریکا. این نوسان به نفع ما نبوده. این سر جای خودش. از یک طرف سلطنت رضا شد و سلطنت پهلوی به حکومت منجر شد. حالا بعضی هم میگن امنیت لازم بوده، فلان لازم بوده، صد درصد خیلی چیزای خوبی در اون شده است. اما یه نظام به خاطر خوبیهاش نمیماند، به خاطر اون ساختاری که میسازد میماند. همین نظام هم همین مشکل بدتر هم خواهد داشت. ما درباره نظام حرف نمیزنیم. ما نتوانستیم مردم سالاری در یک نظام تحقق بدیم، حتی مردم سالاری ذهنی، و بعد اومدیم به امنیت سالاری پرداختیم. اتفاقا به خاطری که اون مردم سالاری نبوده، این امنیت سالاری هم بعد مدتی دچار بحران شده و این بحران عدم اعتماد به وجود آورده و این عدم اعتماد حکومت چیز کرده. من واقعا دوست دارم اونایی که از انقلاب از رژیم پهلوی دفاع میکنن، نه میگن انقلاب محکوم کنه نتیجه شه. بله، همین تاریخ سرچپایی که با مقامات امنیتی اطلاعاتی بروکرات سلطنت پهلوی شده، بله اونا رو بخونن. تمام اونا این وضع پیشبینی میکنن. آقای مقدم میگه من دو بار سرنگونی پهلوی پیشبینی میکردم. یه بار گران شدن قیمت نفت، آقای مقدم رئیس سازمان برنامه بودجه هیچ نسبتی هم با چپ و ملی مذهبی و نمیدونم چیز نداره، یه کارشناس برجسته و این رو هم رئیس سازمان برنامه بودجه بوده. میگه من دو بار انقلاب یعنی سرنگونی و نظام پهلوی پیش بینی کردم، یه بارش با قیمت گران شدن نفت به هم خورد، دومی انجام شد. آقای مجیدی میگه مجیدی و منظورتون بود؟ نه مقدم مجیدی، هم آقای مقدم هم آقای مقدم میگه دو بار. مجیدی میگه سال 50، این اواخر سال 57 پهلوی ما رو جمع کرده داشت، محمد رضا شاه پهلوی گفتش اوزار توضیح داد. میگه گفتم اعلی حضرت من که گفته بودم به شما، میگه بازم بلند شد قهر کرد رفت. ببینید اینا خیلی مهم هست. مجیدی و مقدم و فرمان فرمایان و به ابتهاش که اینا کسایی بودن مردان سیستم ساز ساختار پهلوی بودن، خدمات بزرگی هم کردن. حالا ممکنه بعضی کاراشون غلط یا درست باشه، ابتهاج به جرم اختلاس میگیرن زندان و بعد آزادش میکنن. میخوام بگم اینا رو شما در نظر بگیرید. خب دوستان، میخواستم در قسمت سوم از بررسی پروپاگانده های
شورشیان 57 به قضیه سینما ریکس و دروغی که این جماعت و جنایتی که انجام دادن البته در اون تاریخ در آبادان و سینما ریکس بپردازم، اما خب فکر میکنم اندازه کافی در مورد سینما ریکس صحبت کردن و به خصوص این که خب ما چندان هم وقت نداریم و این بحث خیلی طولانی هست که بخوام به این داستان بپردازم، اما میخوام دقایقی بپردازم به اصل همین پروپاگاندایی که اطرافیان خمینی از قطب‌زاده گرفته تا ابراهیم یزدی، از چپول تا اسلامیست، به همت و یاری غربی‌ها و آمریکایی‌ها و رسانه‌هاشون بر علیه پهلوی و حکومتش به راه انداختن و متاسفانه همین یاری و کمک تونست که در نهایت باعث رفتن حکومت پهلوی و آمدن مصیبتی به نام جمهوری اسلامی بشه. بریم با هم دقایقی از کمک همین رسانه‌ها و پروپاگانداهای غربی به ارتجاع سرخ و سیاه بپردازیم. برمیگردیم با صحبت‌های مشتبه واحدی در خدمتون هست. خیال می‌کنم تمام اینا دنیا به این چیز رسیدن از همین طریق، از همین دکون بازی سنیان تو استاد این دکون بازی رو می‌پردی ها اگه عمل اکرهایی رو برن می‌کنه یا اونی به آسان رسیدن اون چیه؟ همراهان آیت الله خمینی کمپین و کارزار سیاسی بی سابقه‌ای برای او به راه می‌اندازند. طی حدود 3 ماه اقامت در نفلشاتو و در روزگاری که هنوز اثری از رسانه دیجیتال ماهواره وجود ندارد، بیشتر از 450 خبر، گزارش، مصاحبه اختصاصی و سخنرانی عمومی به صورت نوشتاری، رادیویی و یا تلویزیونی از آیت الله خمینی منتشر و پخش می‌شود. دولت شریف امامی همچنین بر این باور بود که رسانه‌های غربی ادبیات و گفتمان خشن و ضد مدرن آیت الله خمینی را مخابره می‌کنند و با آشکار شدن چهره رادیکال و غیر دموکرات او، مقبولیت و محبوبیت آیت الله خمینی در داخل و خارج ایران کم می‌شود. اما برخلاف انتظار، چهره‌ای که از آیت الله خمینی گزارش می‌شود، یک مذهبی ضد مدرنیته نیست. آنچه منعکس می‌شود، سخنان یک تحول خواه است که در پی استقلال، آزادی و برابری است. میخواییم خرابه هایی که شاه ایجاد کرده ترمیم کنیم و کارهایی که شاه کرده است و مملکت را از همه جهات عقب رانده است، میخواییم اونها را اصلاح کنیم و به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوایم درست کنیم. ایران آزاد مستقل درست میکنیم انشاءالله. این دستاورد تبلیغاتی نتیجه فعالیت مشاوران آیت الله خمینی است. اطرافیان مورد اعتماد آیت الله خمینی همچون ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، ابوالحسن بنی صدر، صادق طباطبایی و حسن حبیبی همگی دانش آموختگان دانشگاه‌های اروپای غربی و یا آمریکا هستند که هم به زبان‌های خارجی مسلطند و هم پوشش و ظاهری مشابه شهروندان امروزی در غرب دارند. آنها با سالها زندگی در کشورهای آزاد غربی از نقش تعیین کننده رسانه‌ها در مناسبات دنیای مدرن آگاهند و با شناخت از رویکرد مطبوعات غربی به خوبی می‌دانند چگونه باید به آیت الله خمینی مشورت دهند. توانایی آنها در بهره‌گیری از مطبوعات خارجی را نه شخص آیت الله خمینی دارد و نه روحانیون نزدیک به او. خیال میکنم تمام اینا که دنیا به این چیز رسیدن از همین طریق، از همین دکون بازی سنیان تو استاد این دکون بازی رو میپردی ها اگه عمل اکرهایی رو برن میکنه یا اونی به آسان رسیدن اون چیه؟ از حضور شما که من از پایان صحبت آقای رحمانی شروع میکنم. ببینید اگر از نقش فروغی در نقش خاندان فروغی، نقش 800 ساله خاندان فروغی در حالا اداره ایران، حکومت ایران، سیاست ایران صحبت میکنیم، از نقشش در رفتن رضا شاه هم میگیم. هی نگیم رضا شاه رو انگلیس ها بردند،
از نقش مدیریتی فروغی هم در این مورد بگیم. بازم ببینید میگم اگر قراره که ما این القایی که رضا شاه یک آدم کاملا بی اراده و دستور انگلیس رفت، بعد وقت با نقشی که فروغی در این جابجایی بین رضا شاه و محمد رضا شاه داشت کاملا در تضاد با اون تعریف و تمجید و جایگاه بلندی که به درستی آقای رحمانی برای مرحوم فروغی قائل هستن. نکته دیگه ایشون گفتن که آیا واقعا حکومت شاه موندنی بود؟ نمیدونم معیار چیه، اما واقعا شما فکر می‌کنید به لحاظ ساختار سیاسی، به لحاظ فساد ساختاری، به لحاظ جنایت، به لحاظ انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی وضع بهتر از شاه داره ولی مونده آقای رحمانی عزیز؟ پس اینطور نیست که شما فکر کنید که فقط وضع ناکارآمدی که من هم قبول دارم یا فساد که من هم قبول دارم یا فقط جنایت در ساواک باعث رفتن شاه شد. اینطور نبوده، حتما اراده های خارجی و بعضی از مثلا دیگه هم دخالت داشته. من هم فکر نمی کنم که کارتر صبح اومد دستور داد شاه رفت، ولی حتما نوع تعامل جهان به خصوص غرب با مسئله تأثیر داشته در رفتنش. این وگرنه میگم اگر شما بخواید قضاوت کنیم که خود تنها عامل رفتن شاه فساد بوده، ببینید من اتفاقا همین بحث با بعضی از دوستانی که مدافع چشم بسته زمان شاه هستن داشتم، میگم خود شاه اذعان داشت به فساد، کما که در اواخر حکومتش چند وزیر رو زندانی کرد، رئیس ساواک رو زندانی کرد، نخست وزیر خودش رو زندانی کرد. حالا بعضیا میگن که البته تعریف خوبی از شاه نیست، بعضی از طرفداران شاه برای اینکه مسئله حل کنن میگن ایشون برای آرام کردن مردم، یعنی در واقع قربانی کردن دیگران. این انصافا تعریف از شاه نیست، ولی به هر حال حتما خودش اذعان داشته فساد، حتما خودش اذعان داشته به وجود بعضی از در واقع ظلم ها در ساواک. اما که بگیم فقط اون ظلم ها، اون ناکارآمدی ها، اون نمیدونم انزوا یا هر چیزی باعث شد، وقت یک معمای بزرگ برای مردم درست میشه. پس چرا جمهوری اسلامی مونده؟ آیا واقعا فکر می‌کنید که فساد در جمهوری اسلامی کمتر از زمان شاه، جنایت در جمهوری اسلامی کمتر از زمان شاه، بی‌کفایتی کمتره، ناکارآمدی کمتره، هزار فامیل کمتره؟ من اینو قبول ندارم. خب دخالت یا عدم دخالت کشورهای قدرتمند جهان در سرنوشت ایران همیشه مورد بحث و خبر و شایعه بوده، از واقعیت‌های تاریخی گرفته که اشاره هایی شد تا ذهنیت های دایجان ناپلونی و توطئه نگری و دشمن شناسی به اصطلاح و اینا. یکی از مواردی که روش خیلی بحث شده ولی همچنان مورد جدل در واقع کنفرانس گوادلوپ که دی ماه 57 برگزار شد به میزبانی فرانسه و رهبران آمریکا، انگلیس، آلمان با رئیس جمهور فرانسه جمع شدند در جزیره گوادلوپ. یکی از موضوع های مهم مورد بحثشون انقلاب ایران بود. یک ماه قبل از انقلاب دکتر ابراهیم یزدی از نزدیکان آیت الله خمینی در گفتگو با سیاست روز میگوید، همونطور که در خاطراتش هم نوشته، که فرانسوی‌ها از نوفلو شاتو که آقای خمینی درش حضور داشت خواستند که گزارشی درباره اوضاع ایران و انقلاب بدهد. قطب‌زاده این گزارش را نوشت و به کاخ الیزه داد که روی نظر فرانسه خیلی اثر گذاشت. محور اصلی گزارش این نبود که بعد از رفتن شاه می‌خواهیم چه بکنیم. استدلال این بود که چرا حفظ رژیم شاه امکان‌پذیر نیست. تا قبل از کنفرانس گوادلوپ آمریکایی‌ها معتقد نبودند شاه باید برود، بلکه می‌گفتند تغییرات دموکراتیک همه در چارچوب بقای شاه باشد. در عوض کشورهای اروپایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان به این جنبندی رسیده بودند که شاه باید برود. آنها میگفتند شاه به جای اینکه باشد باید برود. آمریکایی هم سرانجام در گوادلوپ این را پذیرفتند که شاه باید برود. دکتر ابراهیم یزدی ادامه میده که دست کم 6 بار کاخ ریاست جمهوری فرانسه با آیت الله خمینی تماس گرفته بود و نظرات رد و بدل شده بود و خود ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه از آمریکایی‌ها میخواد که با خمینی تفاهم کنند و از او پشتیبانی کنند. حالا برخلاف صحبت‌های دکتر یزدی هم صحبت‌هایی هست، از جمله مایکل دیوانز نویسنده مشهور نیویورک تایمز است که میگه جیمی کارتر به سه رهبر دیگه در گوادلوپ میگه آمریکا خمینی رو حمایت میکنه نه شاه رو. ژیسکار دستان میگه من از این حرف جیمی کارتر شوک شدم. آمریکا قوی ترین متحدش رو در خلیج فارس با یک روحانی مسلمان تروریست داشت معامله میکرد. یک سری نکات هم آقای سرکوی اشاره کردن به این چیزایی که دیگه اینجا تو این اتاق کلاپاس نمیشه ثابت کرد. حالا ایشون میتونه بگه که در سال 57 کلا 30 تا چپ بودن، 18 تا از فلان گروه، 12 تا از فلان گروه، اما من حالا خیلی راحت خوشبختانه گوگل به 100 سال پیش هم چیز پیدا کرد. دوستان عکسای زمان انقلابو سرچ کنن ببینن چقدر عکسای شریف واقفی و لباف و چارت رضایی اونها تو تظاهرات بود و چقدر عکس مصطفی خمینی، و خواهید دید که من درست میگم که تظاهرات رو مجاهدین و چپ ها سامان میدن. اینا برید پلاکارد هایی که در مورد شعارهای چپ درش بود و در تظاهرات ببینید. من که خودم گفتم مذهبی هم بودن. شما برید تعداد بی حجاب ها در تظاهرات قبل از انقلاب رو ببینید. پس این که ما القا بکنیم که فقط من دعوام سری بود، اگر من در
نه در اصالت انقلاب تردید کردم که انقلاب اتفاق افتاده بد و خوبش سر جای خود، این که اول خوب بود بعد بد شد اونم هر کس میتونه حرف بزنه، این که توطئه نمیدونم گوادلوب بود یا خواست مردم بود یا تلفیق از اونها بود بس دیگه، اصلا کسی در مورد انقلاب صحبت نمیکنه. اما اینکه ما تلاش کنیم نقش ها رو در واقع علاقه خودمون کم و زیاد کنیم، آقای سرکوهی با اون تیکه که من میگم ملی مذهبی ها کمک کردند که خمینی خودش رو انجام بده موافقت میکنم، اما میخوام چپ ها رو تبرئه کنم. خب من رو اینجا باشه اختلاف نظر دارم، هیچ اشکالی نداره، ایشون حتما پیشکسوتن و بهتر میدونن، اما کسی نمیتونه بعد اینکه چپ ها بعد از انقلاب شروع کردن به موضع گیری درسته، اما چند تا چپ آقای سرکوهی میشه آورد که در زمان انقلاب همراهی کردن، چند تا چپ میشه در زمان این افتضاح اشغال سفارت آمریکا به خاطر اون مانیفستی که دارن هر جا علیه آمریکا شعار داد ما باید باشیم از اشغال سفارت آمریکا حمایت کردن. اصلا دعوای ما سر این نیست که اصلا نمیخوام کسی محکوم کنیم، به گفته خودتون اگه قرار درست تحلیل بکنیم باید تعصب رو بذاریم که من که خودم گفتم بنده زمان فوت خمینی سه روز گریه کردم، اینجا مخفی نمیکنم، اصلا چیزی نیست که بخوام مخفیش بکنم. عرض من اینه که ما اگه قرار صحبت کنیم این که بگیم آقا جامعه مذهبی ایران فقط تظاهرات کرد انقلاب کرد شبکه مساجد انقلاب رو پیش برد، هیچ کسی هم گناه نداشت، این دوباره همین کلا سرمون میره. و نکته آخرام دوستان عزیز ببینید، اصلا دعوا بر سر این نیست، یک اشکالی که وجود داره اینه که یک خلط مبحثی میشه. بعضی از دوستان یه طوری صحبت میکنن که انگار وقتی مثلا یه نفر از سلطنت دفاع میکنه یا از رضا پهلوی دفاع میکنه یا از محمد رضا شاه یا از رضا شاه منظورش اینه که اونها اشکال نداشتن یا منظورش برگشت استبداده. دعوا از نظر من سر دو تا نکته است، یک کسانی که اولویت رو به مبارزه با پهلوی به جای جمهوری اسلامی تبدیل کردن، تمام دعواشون میبرن به طرف اون، و کسانی که به ناحق اون آقای محترمی که میاد میگه که ما اجازه نخواهیم داد استبداد جمهوری اسلامی با استبداد بدتر پهلوی جایگزین بشه، خب من با اون بحث دارم، من هیچ معیاری ندارم که نه تنها ندارم به عکسش دارم که استبداد جمهوری اسلامی بدتر از استبداد پهلویه. اگر منصفانه بگند و بگیم و بگید که بعد استبداد بود استبداد هم هست اما استبداد فعلی بدتره، ناکارآمدی بود ناکارآمدی هست الان بدتره، فساد بود الان هست الان اصلا قابل مقایسه نیست انصافا فساد، یعنی واقعا حجم فساد الان با مقابل مقایسه است. بله آمارهای جمهوری اسلامی میشد که شاه به خودش از 4 میلیارد دلار برده، حالا کو سندش؟ یه چپ توی روزنامه آمریکایی نوشته، مدرک داره؟ مدرک باید درست بشه که چون ما خواستیم. بحث من بر سر اینه، وگرنه من نه در وجود ناکارآمدی در زمان شاه تردید ایجاد میکنم، حتما ناکارآمدی بوده، نه در فساد تردید میکنم، نه در اینکه انقلاب رو اکثریت مردم انجام دادن، اما اینکه ما دخالت‌های خارجی، تاثیرگذاری‌های خارجی، بعضی از فریبکاری‌ها، بعضی از در واقع زد و بندها و سکوت‌های مصلحتی بعضی از افراد در گروه‌ها با اون هدفی که عرض کردم خدمتتون که خمینی شاه رو سرنگون کنه، بعد عرضه نداره حکومت رو اداره کنه، یا بعد دیدیم با ملی مذهبی یا چپ ها، معتقدم بسیار از افراد در این دو جناح ملی مذهبی و چپ با این تصور نابخردانه که خمینی مجبور خواهد شد حکومت رو به اینها واگذار کنه از خمینی حمایت کردن، نه از اعتقاد به حقانیت خمینی. خیلی متشکرم. ایشون گفتن که برین عکس‌ها رو نگاه بکنین ببینین که چقدر عکس شریف واقفی بوده، چقدر عکس لباف بوده، چقدر عکس مصطفی خمینی بوده و ببینین که چپ‌ها چه نقشی داشتن. هیچ چپی این عکس‌ها رو بالا نمیبره، این عکس‌ها مال سازمان مجاهدینه. دو تا تظاهرات آقای واحدی ببینین اینا منتشر شده، روزنامه‌های اون دوره هست، اگر بریم بخونیم حدوداً دو یا سه تا تظاهرات چپا را انداختن، یکیش تو بهشت زهرا بود با عکسای صمد بهرنگی، اون عکسایی که توش عکس صمد، اون تظاهراتی که عکس صمد بهرنگی بالاست غالبا مال چپاست، حالا نمیگم مصادره میخوام بکنم، چپاس عکس خودشونو بالا میبردن، عکس بیژن جزنی بالا میبردن، عکس مثلا پویان بالا میبردن، عکس احمد زاده بالا میبردن و به خصوص عکس صمد بهرنگی. بنابراین اون لباف و اینا که شما میگین بله بسیار زیاد بود، و یادتون باشه در اون موقع هنوز بخش مهمی از روحانیون طرفدار سازمان مجاهدین بودن و محبوب بود سازمان مجاهدین در میان روحانیون دیگه، همتون میدونین رفسنجانی نمیدونم اکثرشون طالقانی اینا، خمینی نبود، خمینی با اونا موافقت نکرده بود از اول، ولی اغلب روحانیونی که در مخالف شاه بودن، اونایی که مخالف شاه نبودن که حال نداره، ما داریم راجع به روحانیون مخالف شاه میگیم که بسیار رهبری تظاهرات بر عهده داشتن، اغلب اونا سمپات مجاهدین بودن، اصلا خاطرات خودشون هم نوشتن، سازمان مجاهدین هم نوشته، اسناس هم منتشر، من زندان بودم دیدم دیگه. اما من نگفتم چپایی نسی نداشتن که شما اینا نکه، من چه گفت؟ من که گفتم حزب توده اکثری سازمان فدایان اکثریت
اینها از خمینی بعد از انقلاب خط امام به شدت دفاع کردند تا حد بسیار، اصلا من نوشتم مقاله من هست، یک لکه بسیار ننگینی در تاریخ چپ بر جای گذاشتن. اینا رو که من نوشتم و گفتم، کسی نخواسته کسی تبرئه بکنه. من می‌خواستم بگم که سازماندهی تظاهرات با چپا و مجاهدین نبود. اینا تو هیئت‌ها و اینا سازماندهی، ولی اینا می‌رفتن شرکت می‌کردن. بعضی‌هاشون هم نمی‌رفتن شرکت می‌کردن چون مخالف بودن. این یک نکته. بعدش فرمودین که شعارهای چپی، شما یه دو تا شعارهای چپی تو انقلاب بشه. ببینید یه تعدادی بی‌حجاب اولش تظاهرات بی‌حجاب با حجاب با هم بود. بعد اینا شروع کردن تو بلندگوها که برای همراهی حجاب سرتون بدین. چون بلندگوها و اینا دست اینا بود، دست همون هیئت‌ها و اینا بود. بعد تحمیل کردن حجاب. این داستانی که دارم به شما میگم هم من خودم دیدم، الان خواهم گفت به شما. و هم اصلا عکساش منتشر شده در گزارش روزنامه‌های اون دوره. یه تعدادی از نیروهای، حالا نمیگم همشون چپ بودن، ولی خب توشون چپ زیاد بود، حدود مثلا 100 نفر 200 نفر در تظاهرات چی در تظاهرات اومده بودن، در تظاهرات بی حجاب توی مینی بوسی بودن. بلندگو گفتش که نمیشه بی حجاب. مردم شروع کردن این بلندگو رو از پل حافظ بود اون موقع اسمش، یه آبجو فروشی هم اونجا بود، من خیلی دوست داشتم، پرت کنن پایین. این اصلا عکساشو گذاشت چاپ شد آی بایدی. روز استقبال از خمینی گفتم سازمان فدایان اول تردید داشت، مدت‌ها تردید داشت. بعد اون اعلامیه رو داد که تیترش اینه: در این قیام که آغاز شده است مردم را یاری کنید. گفت هواداران ما برن در تظاهرات شرکت کنن، تا اون موقع نگفته بود. این که میگم اون اواخر منتشر شده. روز استقبال از خمینی یک حدود 200 نفر جمع کرد کل سازمان فدایی و حزب توده با هم. 200 نفر یه جا جمع شده بودن، یه پلاکارد هم داشتن: برود رهبر ضد امپریالیست ایران را گرامی می‌داریم. حزب توده، بقیه چپا مخالف بودن ها. این دو جریان، ببینید چپا یک دست نبودن. اومدن آخونده بهشون گفتن اینو بیارین پایین و آوردن پایین. و حفظ وحدت و چند نمدی حرفا. حالا بنابراین اصلا نیرویی نبود که بتونی این انقلاب سازمان بده. اما آدمای چپ به عنوان پیاده نظام شرکت داشتن. این که من که نمیگم نداشتن که. کسی نمیخواد کسی تبرئه کنه، میخوایم دقیق بشناسیم چی شده. اگه میخوایم دقیق بشناسیم چی شده، چون اصلا نیروی توده ای نمیتونستن چپا داشته باشن، نداشتن. حالا شما میگه اگه داشتن هم در این جهت نمیدونیم، نداشتن. تو جریان چپ هم سه جریان مهم بود: اکثریت و حزب توده که از خط امام و خمینی اینا دفاع کردن، از اشغال سفارت دفاع کردن. یک جریان خط 3 و 4 و اینا بود که به شدت جلو خمینی وایسادن و خیلی هم کشته دادن، رفتن بابل، نمیدونم قیام مسلحانه کردن هم اوایل انقلاب، فلان فلان، خیلی کارا کردن که نمیخوام من اینجا بگم. اشتباه هم بود کاراشون، به نظر من خطا بود، اما وایسادن جلو خمینی. یک جریان دیگری هم بودش که اصلا از اول میگفتش که ما با این جریان همراهی نمیکنیم. اسنادش هم در مورد سفارت هم اکثریت چپا اشغال سفارت حمایت کردن، اما همون گروه هایی که تو جبهه دموکراتیک ملی بودن مخالفت کردن. از جمله شما برین مجله رهایی رو بخونین که در اون موقع منتشر میشد و چقدر هم مخالفت کردن. بنابراین ببینید اینطوری بود داستان. نیروی نبودن بله، اما اون تعدادی که بودن بخششون شرکت داشتن، حمایت هم کردن، بخششون هم مخالفت کردن. روشن فکرها که اکثرشون مخالف بودن و نوشتن و آثارشون هست. من عرض کردم روشن فکر که طرفدار حزب توده اکثریت بودن، نه اکثریت منظورم سازمان اکثریت، نه اینکه اکثریت بودن. بعد شما گفتین آقای سرکوی میپذیر که ملی مذهبی ها کمک کردن به خمینی. خب بله، ملی مذهبی ها، ببینید ملی مذهبی ها هم نیرویی نداشتن در میان مردم. خب البته یک کسی مثل طالقانی که بسیار محبوب بود در میان توده های مردم ازشون حمایت میکرد، اما خودشون به عنوان یک سازمان نیرویی نداشتن. منتها اینها مورد پذیرش خمینی دوره قرار گرفتن. حالا شما بگین خدعه بوده، من میگم سیاست آگاهانه بوده، پراگماتیسم بوده. در هر صورت اون میخواست یه موقع کنارشون بذاره. حالا من اسمش خدعه نمیذارم، اسمش مهم نیست. اما اینا کسانی بودن که کنار خمینی بودن در پاریس. اینا کسانی بودن که کابینه بازرگان شکل دادن. این که من قبول کردم به این دلیل بود که آقا تو کابینه بازرگان کیا بودن؟ هم جبهه ملی رفت شرکت کرد،
آقای سنجابی و اینا وزیر خارجه بود، نمیدونم چی بود، هم بقیه نهضت آزادی وزیر بودن. اینا تو پاریس چیکار کردن؟ خب این ما دیگه حالا فیلماش هست دیگه، اینا حرفای خمینی رو به غلط ترجمه میکردن، یعنی حرفایی که حتی ممکن بود تأثیری بدی داشته باشه در افکار عمومی، اینا ترجمه میکردن، این حرفای جاش میذاشتن این تأثیر خوب داشته باشه. تو فرودگاه، تو هواپیما، وقتی که خمینی میگه چه احساسی داری، میگه هیچی، البته اون عرفانی میگفته، حالا من نمیخوام این بحثشو بکنم، اون این حرف مولوی است که زولیا اهل دعا خود دیگران که همین دوزندگاهی بردارن، قومی دیگر میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد. اون یه منظور دیگه ای داشت، حالا بکنی. ولی قدزاده ترجمه کرد نو کامنت. نو کامنت یعنی نظری ندارم، نه یعنی هیچی. Tarek, would you try to rest? Tarek, would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran? ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟ هیچ. خواهر مورد کیهان رو بگید بیاد. Doesn't make any comment. Is he happy or is he excited? Doesn't make any comment. Don't answer the questions. اینها چون در دستگاه بودن، در رهبری انقلاب نزدیک بودن و تصمیم گیری میکردن و تأثیر عظیم داشتن. این فرق میکنه با اینکه مثلا یکی تو خیابون مثلا رفته تظاهرات کرده. میرامری من سریع پذیرفتم. در مورد چپ ها که من پذیرفتم، قبل از شما عبری گفتم اکثریت و حزب توده گفته، حتی توضیح دادم که شوروی ها به این دلیل که میخواستن یه حکومت غیر آمریکایی یا ضد آمریکایی در ایران بیاد. ببین اصلا یه مصاحبه من دارم با ایرج اسکندری بگم، ببخشید که اونجا توضیح داده، من اینو چاپ کردم، تو کتابش هم هست، تو کتاب یادنامه اسکندری، منم کردم این کار. اسکندری توضیح میده که به دستور KGB کیانو رادمنش اینا رو برداشتن از رهبری حزب، کیانوری گذاشتن چون میخواستن سیاست حمایت از چیز پیش بگیرن، حمایت از همین حال خمینی که نبود موقع، حمایت از روحانیت زده چیز. نه، ما میخوایم ببینیم یک حادثه تاریخی چرا رخ داده. ببین مشکل قضیه اینه آقای بایدی، شما نه، ولی یه عده ای این برداشت دارن که این انقلاب نتیجه توطئه غربی ها و آخوندا و چپا بوده. نمیخوان ببینن که یک رخداد بزرگ اجتماعی رخ داده که به زیان مردم ایران بوده، من بگم، اما یک رخداد بزرگ اجتماعی رخ داده در ایران. رخداد بزرگ اجتماعی رو با توسعه نمیشه تفسیر کرد. در مورد دخالت خارجی، من معتقدم اصلا خارجی ها همیشه دخالت میکنن، همه خارجی ها در همه کشورهای دیگه دخالت میکنن. مثلا مسئله اینه، سوال اینه، اگه بخوای عمیق نگاه کنی، چه موقع دخالت ها در حد خیلی بالایی مؤثر میشه؟ وقتی که در درون این ساختار امکان این دخالت فراهم. اینا که گرفته بودم هویدا که فاسد مالی که نبود، که همه هم که میدونیم هویدا آدم بود که هیچ سوء استفاده مالی از هیچ چیز، حالا نصیر اینا کرده بودن، برای هویدا که نکرده بود، قربانیش کردن دیگه. حتی وقتی هم شارف نکرد اینا رو به خودش ببره یا حداقل دستور بده آزاد بشن از زندان. ببینین آقای بایدی، مسئله اینه، من معتقدم که خارجی ها هم دخالت داشتن، اما انقلاب خارجی ها رو ننداختن. این حرف خامنه ایه که میاد میگه این مردمی که اومدن تو خیابون به تحریک رسانه نمیدونم فلان و خارجیان. نه، مردم وقتی میان تو خیابون، هیچ آمریکا، هیچ کسی نمیتونه بیاد یک انقلاب را بندازه، اما وقتی را افتاد ازش بهره برداری میکنه. این درسته. خب خسته نباشید دوستان، من حقیقت نمیخواستم توی این محتوا خیلی در مورد صحبت‌های مهمانان صحبت بکنم، چون به قدر کافی طولانی هست و خب صحبت کردن ما و نظر دادنمون هم طولانی تر میکرد این محتوا رو، اما این قسمت رو نتونستم ساکت بمونم و قسمتی هستش که ارتباط پیدا میکنه با مرحوم هویدا. شما شنیدید که فرج سرکوهی چه دروغی رو گفت. اولا یه دروغ منتسب کرد به محمد رضا شاه فقید که
هویدا رو گرفته بود و در آخرم به نوعی این گرفتن باعث شدش که هویدا کشته بشه. هیچگاه اینطور نبود داستان. بارها و بارها قبل از اینکه هویدا دستگیر بشه، محمد رضا شاه فقید به هویدا حتی پیشنهاد سفارت فکر میکنم توی فرانسه رو داد که بره سفیر فرانسه بشه تا آب و از آسیا بیفته و کمی فضای سیاسی و اون قضایا آرومتر بشه تا بتونه برگرده. و خب هویدا قبول نکرد به خاطر مادرش که مریض احوال بود و تنها میموند. و وقتی هم که بازداشت شد در اون مستند هویدا که تلویزیون من و تو پخش کرد کامل هست اینها، بازداشتش به این معنا نبود که در زندان بود، در یک ویلایی بود که تحت نظر بود و خب به هر حال به نسبت یه زندانی خیلی زندگی راحت تری داشت. در زمانی هم که انقلاب شد، اونجوری که سرکوهی میگه که به هر حال هویدا رو تحویل دادن و باعث کشتنش شد، هویدا اینطور نبود. هویدا خودش موند و خودش نخواست بره. بارها و بارها بهش گفتن که از کشور خارج بشه وقتی که به هر حال 22 بهمن 57 به وقوع پیوسته بود و هویدا اونطوری که پزشک خانوادگیش اون خانم دکتر نشاط تو همون مستند بیان میکنه به مرحوم فروهر تماس میگیره که بیان و به هر حال هویدا رو دستگیر بکنن انقلابی ها، به این دلیل که اعتقاد داشته که یک گناهکار نیست، دو در یک دادگاه میتونه که از خودش دفاع بکنه. هرچند هویدا هیچگاه به پستی و جنایتکار بودن این آخوندا اونجوری که باید و شاید پی نبرده بود و دیدیم که متاسفانه در اون نمایشی که به اسم دادگاه را انداخته بودند، خلخالی جنایتکار در نهایت هویدا رو کشت. حالا غیر مستقیم چون بیان میکنن که هادی قفاری این کار رو کرده بود. فقط خواستم بیان بکنم که داستان هویدا دستگیریش و در نهایت کشته شدنش به این صورتی نبود که فرج سرکوهی گفت و محمد رضا شاه فقید رو به نوعی مقصر اول این جنایت خوند. و البته کار این چپولا همینه که قلب حقیقت بکنن و چپکی بخوان یه موضوع رو به خورد من و شما بدن. بریم قسمتی از همون مستند تاریخی هویدا که تلویزیون من و تو به هر حال ساخت و در 5 قسمت تصور میکنم و خیلی از حقایق ناگفته رو بیان کرد با هم دیگه ببینیم. برمیگردیم با قسمت آخر این محتوا در خدمتون خواهم بود. بعد از اینکه هویدا و دربار کنار گذاشته شد، من رفته بودم که اونجا باش صحبت کنم. خونه مادرش بود، مادرش جلوی تلویزیونی که خاموش بود نشسته بود. من پرسیدم که آقای هویدا این مادر اونجا چه نشسته تلویزیون خاموش؟ گفتش برای این قضا که علیه من تو مجلس این حرفایت میزنن ایشون ناراحته و حالا تلویزیون هم که خاموش داره بازم اونجا دو تلویزیون نشسته داره تماشا میکنه. گفتم خب همین یه بهانه ای که من مادرتون مریضه شما برش دارید برید برای معالجه. گفت این قشنگ نیست که خیال کنن که من میخوام فرار کنم. پیشنهاد خروج از ایران را شاه چند بار دیگر هم برای هویدا فرستاد. 3 روز بعد از استعفای هویدا، امیر اسلان افشار رئیس کل تشریفات دربار از سوی پادشاه مأمور شد تا به دیدار هویدا برود. افشار در ملاقات با هویدا به او گفت به نظر شاه وقت آن است که برای استراحت به خارج از کشور سفر کنید. اما هویدا با اشاره به بیماری مادر گفت با مادرم در ایران میمانم. فکر میکرد که اگر بره میگن این چیزی برای پنهان کردن داشته که رفته و اوضاع برگرده باز به هر حال ممکنه ازش بخوان که برگرده و از حالت مغضوب بودن بیاد بیرون. ولی نمیدونست که این مغضوب بودن از اون مغضوب بودن های سنتی ایرانی ها نبود. این چون در ایران رجال مغضوب میشدن ولی کسی نمیکشتشون، رجال تبعید میشدن ولی کسی داغونشون، یعنی این جریانات بعد از انقلاب اسلامی شروع شد. He said, I have no reason to leave the country because I have nothing to hide.
I've not committed any crimes. I'll stay and I'll defend myself. And that's what he tried to do. با هویدا که صحبت کردیم اولا تماماً آرزو میکرد که هیئت دولت جدید آقای بختیار که گوه دور میشناختمش تو بیروت که بودیم هر دومون وقت اونجا بودیم و گفت من امیدوارم او آدم صادقیه پرنسیپ‌هایی داره بهش وفادار امیدوارم موفق بشه این ملت مستحق یه دولت خوب هستن و امیدوارم این آرزوهایی که دارن خوبی انجام بشه ما تلاشمون رو کردیم حالا چقدر موفق شدیم نمیدونم تاریخ قضاوت خواهد کرد گفتم آقای هویدا ترس نداری از اینکه چه اتفاقی میفته بعدم گفتم گفت ترس اون کسی داره که پروندهش سیاهه من پرونده سیاه ندارم همه همکارای خود تو میدونن که من کار خطایی نکردم همکارای خود منم اینو میدونن داروش فروهر میگه که الان که جمشیدیه رو آزاد کرده بودن و همه زندانی آمدن بیرون ظاهرن دکتر شیخ به یزدی رجوع میکنه رأی یزدی هم داره میبرتش مدرسه علویه مقر آقای خمینی من اینو به هویدا گفتم هویدا گفت منم همین کارو میخوام بکنم تو به آقای انصاری بگو که انتقال منم ترتیب شو بده مهمان سرای سازمان امنیت به کلی همه میرن از اونجا سقوط رژیم که زندان ها گشوده میشه همه اینها فرار میکنن هویدا میتونست بیاد بیرون و میتونست تلفن بکنه که بالاخره یه کسی اینه بیاد ببره دوستانی داشت که براش حاضر به فداکاری بودن اصلا میتونست پیاده رو در بیاد همینطور که ماها در رفتیم چه در مغز این آدم گذشت معلوم نیست خارج نشدن هویدا از ایران ریشه هاش برمیگرده به بازگشتش به ایران و مسئولیت پذیریش در ایران هویدا خودشو متعهد میدونست به این قانون اساسی این تعلق خاطر به نظم قانونی که برای خودش تو ذهنش داشت خیلی مهم بود که چرا من باید از کشور خارج بشم این قانون منم تو این قانون باید بشونم توضیحم باید بدم چه کار کردم هویدا در جایی که بود امکان فرار براش کاملا وجود داشت تصمیم گرفت تسلیم بشه برای اینکه حاضر نبود از ایران خارج بشه و فکر میکرد که میره و یک دادگاهی هر دادگاهی میتونه از خودش دفاع بکنه دادگاه خلخالی رو تصورش نمی گنجید آقای سرکوی میگن که ما حرفا رو بر اساس یا اتفاقات تاریخ رو بر اساس علاقه‌مندی خودمون تحریف نکنیم من همین الان تاریخ نه حرف من رو تحریف میکنم من اصلا نگفتم شاه با فساد مبارزه کرد گفتم من در کیشون میخواد رد کنه من در پاسخ به کسانی که میگن در زمان شاه اصلا فساد نبود میگم آقا خود شاه یه در زندانی کرد اصلا نگفتم کار درست نه غلطه ایشون میگن حرف واحدی که میگه دخالت خارجی ها مثل حرف خامنه دخالت خارجی در انقلاب بود مثل حرف خامنه ای که میگه جنبش محسوم رو خارجی ها بود خب آقای سرکوی شما که صریح تر دارید حرف خامنه تکرار میکنید نمیخوام بگم غلطی یا درستا این که حتی اگر یه حرف من بزنم شبیه حرف خامنه ای باشه و درست باشه چه اشکال داره شما الان علنی دارید حرف خامنه ای تکرار میکنید خامنه ای میگه هایزر اومد ایران به ارتش ایران دستور داد فرانکارو بکنه شما هم همونو میگید پس اینکه صرفا حرف دو نفر با هم یکی باشه نه نشون دهنده همدلی نه نشون دهنده چیز دیگه اما باز خود شما تایید میکنید که بالاخره نه آقای رحمانی اصلا در پاسخ شما نبود آقای رحمانی گفتن که شاه دیگه نمیتونست بمونه من عرضم این بود که به لحاظ فساد به لحاظ استبداد به لحاظ ناکارآمدی از هر لحاظی که مقایسه کنیم جمهوری اسلامی بدتره و مونده چرا مونده برای اینکه هنوز عواملی مجموعه عواملی که باعث سرنگونی شاه شد
که من قبول ندارم فقط تظاهرات خیابان بوده. شما میگید فقط تظاهرات مردم بوده و انقلاب میلیونی بوده که حالا در مورد میلیونیش هم باید صحبت کرد. من عرضم بود که مجموعه عوامل داخلی و خارجی بوده، اون عوامل با همدیگه جمع شده. نیایم بگیم میکنم اگر بنای نتونستن بموندن باشه قطعا جمهوری اسلامی خیلی زودتر بسرنگون میشد. من عرضم فقط همین بود. خیلی متشکرم آقای بادیپور. من که نگفتم که خارجا موثر نبودم، گفتم خارجا بهره برداری کردن از قضیه تاثیر باید بگیرن، ولی باید بریم بفهمیم که این چه نظامی بوده که خارجا اینقدر درش موثر بودن، نه که نبودن. دومی که من که نگفتم فقط تظاهرات، منم گفتم ده ها عوامل دست به دست هم دادن این به وجود اومد. یه جمله فقط بگم در مورد اینکه میگین خب فساد بوده فلان بوده، ولی که مگه در جمهوری اسلامی نیست پس چرا نمیشه و اینا، چرا نمیرن اینا. دکتر شنگ ناوندی رئیس دفتر خانم فرح پهلوی و کسی که به صلاح خیلی مشاوره، یکی از مشاورین مهم شاه بود، آدم جامعه شناسی، در این همین کتابی که اشاره کردم که خوب آدما بخونن، به فرانسه نمیشه، به روس فیلسوفی خیلی خوب اونو ترجمه کرد، یه صحنه نقل میکنه. این یکی از دلایل جزئی ها جزئیه انقلابه و چرا نشد. میگه من رفتم گفتم علاوه بر چی میخوای برین و اینا، گفت حدس میزنم انگلیسی ها آمریکایی نمیخواد من باشم، حدس میزنم. این عین جمله است، ببین کتاب نوشنگادی هست. ببینین یک کسی که حدس میزنه که آمریکا و انگلیس نمیخوان باشه و تصمیم میگیره نباشه، میتونه یکی از دلایل انقلاب باشه. عذر میخوام. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم. خیلی بیشتر میشد در مورد مطالبی که مهمانان بیان کردن صحبت کرد، به علت کم بوده وقت همونطور که عرض کردم نشد. فقط یه موضوع رو به عنوان حرف آخر میخوام خدمتتون بیان بکنم. درسته که به هر حال هر حکومتی که به سمت و سوی انقلاب کشیده میشه قاعدتا یه سری ضعفایی داره و بحث دیکتاتوری یا استبداد اونطوری که بعضی از بزرگان و تحلیلگران بیان میکنن در حکومت محمد رضا شاه فقید هم وجود داشت. اینکه آیا این استبداد اونطوری که به هر حال فیلسوفان عرصه سیاست بیان میکنن از نوع استبداد خیرخواهانه است اونجوری که رضا شاه فقید به نوعی سمبولش بود یا خیر، میشه ساعتها واقعا بحث کرد. و در مورد شخصیت وطن پرستی مثل محمد رضا شاه فقید مطمئنم که این استبداد از جنس استبداد خیرخواهانه بود و این هم ایمان دارم که اگر این به هر حال شورش 57 در 22 بهمن به پیروزی نمیرسید، حتما که سمت و سوی لیبرال تری پیدا میکرد حکومت و دموکرات تری و میتونستیم در یه بازه زمانی حداقل 5 تا 10 ساله با استانداردهای یه حکومت لیبرال واقعا ایران مواجه بشه، اما خب نشد. ولی اینجوری که دیدیم هم تقی رحمانی هم فرج سرکوهی بیان کردن و همه تقصیرها رو بر سر محمد رضا شاه فقید و حکومتش انداختن، اینطور نیست دوستان. هم اسناد بیان میکنه و هم اون چه که ما به عنوان تاریخ شفاهی از بسیاری از صاحب منصبان عرصه سیاست در حکومت پهلوی در دست داریم، بدون شک و بدون تردید نقش خارجی ها بسیار بسیار پررنگتر از به هر حال بحث استبداد هست که در حکومت پهلوی بود. به طور مثال اگر جنرال هایزر اون خیانت رو در حق ارتش ایران نمی کرد و جلوگیری نمی کرد از کودتای ارتش، مطمئنن سرنوشت روحانیون اونجوری نمی شد که الان می بینیم. یا خیانت هایی که به هر حال دولت کارتر کرد که یکی از وجوه پررنگ این خیانت انحلال ساواک بود که به هر حال باعث شد که تروریستایی که تا 5 ماه پیش 6 ماه پیش در زندان بودن به خیابان‌ها بیان، آزاد بشن و اون کار رو بکنن که نباید. و واقعا نقش و دست خارجی بسیار پررنگ بود در اون کثافتی که در سال 57 به کشور ایران و ملت ایران زده شد. امیدوارم که واقعا وقت بشه در قسمت‌های بعد و در محتواهای بعد ما بتونیم مفصل‌تر در این مورد صحبت بکنیم. مراقب خودتون باشید. دیگه بیش از این سرتون رو درد نمیارم. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.
ای کاش امروز رو که الان هستیم و میتونست ببینه که کجاییم، ولی از اون طرف خوب شد که نیست که یه چیزایی رو نبینه. کسی که اون ارتش رو واقعا ساخت، کسی که اون مملکت رو امنیت رو داد و کشوری که به حساب میبردن، اصلا کسی جرأت نداشت به ایران کچ کچ نگاه بکنه. شوخی نیست، اونم یه ارتش غیر اتمی که ایران بود، کنارمون پاکستان اتمی بود، یه ذره اونورتر هندوستان اتمی بود، روسا اتمی بودن. ایران سومین ارتش غیر اتمی جهان بود دیگه تو دنیا. خوب شد که نیست که یه چیزایی رو نبینه. و میدونم چقدر ممکن بود اون بخش شروع جنگ ایران و عراق واقعا یک شاید بدترین ضربه می بود بهش.